سینا حکیمان هستم. اونا خیلی خوشبختم که این فرصت رو بنده دادی در خدمتتون باشم و گوشه هایی از اتفاقاتی که در این دوران بعد از انقلاب افتاده رو مرور کنیم با هم. بنده متولد 29 شهریور 1332 هستم. در شهر کرمان متولد شدم در یک خانواده بهایی که پدر و مادرم یک دو سال بعد سال 1334 از کرمان خارج شدن، وارد منطقه بلوچستان شدن و به دنبال اون برای مهاجرت به بعضی از شهرهای بلوچستان سفر کردن و به نتیجه دوران کودکی و دوران تحصیلات خودم رو در بلوچستان طی کردم. نهایتاً سال 1350 درس خودم رو در رشته پزشکی در دانشگاه شیراز شروع کردم. سال 1358 فارغ التحصیل شدم که البته یک سال از انقلاب می‌گذشت. اگر که بخوام دانشگاه پهلوی سابق بر دقیقا اون موقع جناب آقای دکتر فرهنگ مهر رئیس دانشگاه بودن. خاطرم میاد امتیاز بدی هم نیاورده بودم تو دانشگاه وقتی که قبول شدم و نفر هشتم بودم. چه رشته ای؟ پزشکی. سال قبلش تعدادی از دوستان در رشته پزشکی خب بورسیه گرفته بودن. ما هم اون دوران جوانی فکر کردیم که خب کمکیه بهمون اگر که هزینه دانشگاهی نگیرن. رفتم با بچه ها صحبت کردیم، بچه ها گفتن تو برو رئیس دانشگاه رو ببین بگو که خب سال قبل به 10-20 نفر شما بورسیه داده شهریه نگرفتید، ما 7-10 نفر اول و امسال هم معاف کنید دادن بوسید. برای اون سنگین بود و حقیقتش موقع خاطرم میاد. خب پدرم با زحمت این هزینه رو تأمین کرد برای اینکه بنده بتونم وارد دانشگاه بشم. البته میکرد و کرد، روح شاد. و خب بنده به نمایندگی از طرف دوستان رفتم حضور آقای دکتر فرهنگ مهر. طولی نکشید، شاید در عرض یک دقیقه بنده دیدم یه جوابی به من دادن که هیچی، دیدم حرفی ندارم بزنم، خداحافظی کردم آمدم بیرون. و فرمودن که خب بالاخره هر یه سالی با سر 20 نفر وامیستیم 21 رو نمیدیم، یه سال دیگه 50 نفر 5 رو. حالا امسال گفتیم 5 نفر 6 رو نمیخوام بدیم، چه ایراد داره؟ و بنده هم خب قبول کردم. به هر حال دوران خوشی بود، دوران دانشگاه در شیراز. و قبل از انقلاب اسلامی بنده در کانادا بودم که اونجا شنیدم که تحولاتی در ایران داره اتفاق میفته، در وینیپگ، منیتوبا درس های انتخابی گرفته بودم که دوست داشتم برم یه مقدار درس های پزشکی رو بخونم. 7-8 ماه اصطلاحاً الکتیف، دروس الکتیف گرفته بودم اینا. و وقتی میخواستم برگردم فقط فکر و ذکرم این بود که بنده تعهد دادم و باید به ایران برگردم. دوستان در کانادا میفهمدن ایران اوضاعش خوب نیست، بر نگرد. البته بنده شناخت یا دیدی هم نداشتم که درست نیست یعنی چی، نمیفهمیدم اون موقع. ولی یک چیز رو میدونستم که من تعهد دادم باید برگردم. 57 بود یا 58؟ خدمت شما عرض کنم که بنده نه 50 انقلاب تموم شده بود. معذرت میخوام، این قبل از انقلاب بود. قبل از انقلاب 56 بنده رفتم، اوائل 56 فوریه که تو مسیر یک سه روزی برای زیارت به اسرائیل رفتم که این موضوع در دادگاه هم به شکلی مطرح شد که اگر بهش برسیم عرض میکنم. و بعد رفتم کانادا وینیپگ، 8 ماه اونجا بودم و
هنوز 56 بود. وقتی که برگشتم دنباله درسم میگیرم برای یک سال که 58 تمام شد، 57 بعد از 4-5 ماه بعد از اون که بنده از کانادا برگشتم انقلاب شد. پس ایران بودید زمان انقلاب؟ بله، از یه 5 ماه قبله. و اون زمانی بود که خاطرم هست، قبل از اون که برم دانشگاه، این موضوع سعدیه در شیراز داشت اتفاق می افتاد. و موضوع سعدیه به خاطر دارم که دانشگاه بودم و دوستان قبل از انقلاب ما سر میز نهارخوری بیمارستان سعدی و یا نمازی و امثال هم یک بارگی فریاد میزدن بگو، و همه همصدا میگفتند مرگ بر شاه. به عنوان یک فرد بهایی البته بنده اونجا مطلقا سکوت میکردم. بچه های کلاس ما بچه های فعالی بودند، بچه های دلسوزی بودند، بچه های علاقمندی بودند، و در این حال در اون شور انقلابی همگی مقدار زیادی به شکلی متحد بودند برای اینکه این جریان رو به پیش ببرند. و خاطرم میاد بنده در یکی از این جلساتشون رفتم و دیدم موضوع سخن به گونه‌ای هستش که یک فرد بهایی نمیتونه با اونها همراه بشه، و اونها هم صحبت کردند. قشنگ خاطرم هست در اون تو خوابگاه دانشجویان بود قبل از انقلاب، همون ماهای قبل از انقلاب که خیلی پرشور بود در شیراز، به بنده مجموعا خیلی محبت داشتن، خیلی محبت داشتن. حالا پیش بیاد عرض میکنم، اشاره کردن کسانی که با ما نیستن به یه شکلی به طور ضمنی اشاره کردن که جای بنده، احساس کردم جای بنده اونجا با اونها نیست، ولی اجازه گرفتم و که یک مطلبی رو بگم. توضیح دادم که چرا من تو سیاست دخالت نمی کنم، چرا مسئولانه تو سیاست دخالت نمی کنم، چرا دلم برای وطنم می سوزه تو سیاست دخالت نمی کنم و نخواهم کرد. و خاطرم میاد این در عرض چند دو دقیقه یا سه دقیقه مطالبی رو عرض کردم، و ضمن ادای ادب و احترام و محبت نسبت به هم کلاسی های خودم در دانشکده پزشکی شیراز از اتاق خارج شدم. و خب بچه هم بعدش خیلی با محبت برخورد کردن، داستان سعدی اتفاق افتاد. حالا یادش بخیر آقای دکتر اورندی، علی اورندی هم کلاس هم بود و بیتاب بود، خیلیشون دنبال بنده میگشتن که حالا چه اتفاقی داره میفته برای خود بنده. خوابگاه بودید اون موقع؟ اون موقع چون اینترنشیپ بودم، آره، خوابگاه مخصوص اینترن ها بود. و بغیرم نه خیر، برای اینترن های دانشکده پزشکی اون فلکه ای که پمپ بنزین بود، پارامونت، آره آره، روبروی اون یه خوابگاه، یه مجموعه ساختمانی بود، اونجا مخصوص دکترهای سال آخر بود. اون موقع بنده اونجا بودم به نظرم. به هر صورت این آقای دکتر اورندی اومدن دنبال میگشتن، و خب من هم مشکلی نداشتم و اینها. بعد به بنده گفتن که ما یه تعدادی شدیم برای بچه های کلاسمون و رفتیم پیش آیت الله دستغیب و آیت الله محلاتی، به نظرم آیت الله محلاتی رفتیم، و گفتیم این چه وحشیگریست، این چه کاری شما دارید میکنید و این خونه بهایی ها رو اینجور آتش میزنید و غارت میکنید. دانشجویان مسلمان رفته بودن؟ بله، در هم کلاسی های بنده، ضمن اینکه نگران هم بودن. و بعد البته به نظرم میرسه که آقای محلاتی نسبتاً خیلی خوشکیم بودن نسبت به جامعه بهایی و خیلی علاقمند نبودن که این کار بشه،
ولی خاطرم نمیاد که آیا آقای دستقه بهشون اجازه دادن ببیننشون یا نه و چی شد. البته به دنبال اون دیگه تحصیلات بنده فارغ التحصیل شدم، سال 58 تونستم فارغ التحصیل بشم، هرچند تعداد قابل ملاحظه از عزیزان دانشجوی بهایی ما در سراسر ایران به علت انقلاب نتونستن فارغ التحصیل بشن، حتی از اون دانشگاه که نمونه هاش رو از شما بشناسید و بدونید که حالا اینجا یه بار که یادم آمد این خانم مینا یزدانی دانشجوی فوق‌العاده ممتاز با استعداد علاقمند و محرومش کردن از تحصیل و فدا کرد تحصیلات خودش رو به عنوان یه فرد بهایی و در ایران هم البته موفق عمل کرد و الان هم اینجا موفقه تا اونجایی که میتونم. خب من میگید در واقع شخصا بعد از انقلاب سرنوشت شما چی شد؟ یعنی بعد از انتخابات و بله طبیعی بود که بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشکده پزشکی بعد نمی باز میرفتم خدمت سربازی و دو سال خدمت سربازی رو که البته اون موقع چون جنگ شد یک سال و نیم بود، شش ماه احتیاط اضافه شد، شد دو سال و 58 که بنده اواخرش رفتم به نظرم سربازی تا 60 خدمت سربازی بودم. بعد از یه دوره آموزشی سپاه بهداشت بودیم؟ یعنی به عنوان پزشک؟ بله بله، به عنوان پزشک وظیفه رفتم سربازی و خب اون موقع یک سوالی که مطرح بود، خب ما بهایی بودیم، بهایی ها اخراج می شدن، بهایی ها اعدام می شدن، بهایی ها زندان می رفتن، بهایی ها تحصیل نمی تونستن، و قسل آزالک که میدونیم خب اگر که نظر حقوق بشری لیستش بکنیم که بنده یه پرسشنامه یه زمانی تنظیم کردم، بدون اقراق هر فرد بهایی، هر فرد بهایی به راحتی میتونه 10 15 20 25 مورد به طور ریز موارد نقض حقوق بشر رو تو زندگی خودش اعلام بکنه و ثابت بکنه و داکیومنت بکنه. خب میگفتیم خب ما باهی هستیم، ولی دیگه اون بحث این که شما جاسوسید و ضد قرآنید و ضد اسلامید و امثال این اتهامات یه بارگی چجور کنار میره؟ شما به عنوان یک پزشک وظیفه هم نه جاسوسید نه ضد قرآنید نه ضد اسلامید، خیلی به درد هم میخورید، خیلی هم مفید هستید، خیلی هم خوبید و باشید و برای ما کار بکنید. این خیلی آشکارا مثل دودوز بازی کردن ما میدیدیمش و اعلانش هم میکردیم، با ما دارید این برخورده میکنه، یا رومی روم یا زنگی زنگ، این چه حالتیه؟ و البته همه میفهمیدن، همون موقع هم به نظر بنده هموطنهای ما و حتی خودشون هم تا یه حدی میشد به نظرم درصدی خودشون رو فریب میدادن، شاید هم یه درصدی هم البته اینقدر متعصب بودن که اصلا ذهنشون نمیتونست این مسائل رو بگیره یا بهشون گفته نمیشد که بگیره. به هر حال دوران خوشی هم بود، دوران آموزشیه، پزشکای دیگه هم بودن، افرادی که مربوط به این تون تهران بود دوره آموزشی ما، فکر کنم اسم سابقش فرح آباد بود، حالا دقیقا اون چی بود اسمه اون موقع میدونم فرح آباد اسمش لااقل نبود، فکر میکنم یکم ممکنه بنده نظر حافظه مشکل دارم، بعضی مطالب بعدم باید درست بشه و اگر که یه مقدار دقیق نباشه. به هر حال اونجا هم حتی بهایی بودن ما مطرح بود، شناسایی شده بودیم به عنوان فرد بهایی و مثلا موقع نماز ما گفت ما نماز نمیایم، یا بعضی چیزهای اینجوری، یا بعضی از حتی شعارها ما نسبت به دادن بعضی از شعارها حساس بودیم و مقاومت میکردیم، مقابل سازنده منطقی، و حاضر نبودیم که توی همون دوره آموزشی اون چیزی که با اصول اعتقادی ما و نشان از جنگ و خونریزی و نفرت و عداوت و اینها داره ما اون شعارش هم نمیخوایم بدیم
و یادم نمیدادیم. ولی در اون فضا هنوز به قول خودمون خودمونی ها لاسبیلی رد میکردن، با ما در نمی افتادن. ولی اگرم میخواستند که در بیفتن، به نظرم میزد یکم محبت داشتن، هنوز اون حالت کسایی که اونجا بودن خیلی حالت خشن و افراطی مذهبی در سالهای اول انقلاب از خودشون بروز نمیدادن، یا کسان اینجوری هنوز در سر کار نبودن. چه منطقه ای در حقیقت آموزش؟ تهران عرض کردم. تهران به نظرم فرح‌آباد بود. به نظرم فرح‌آباد بود. و خب دوران خیلی خوبی بود با پزشکای بقیه وظیفه و اینها، یادم میاد خیلی جمع گرمی داشتیم و خوش گذشت اون دوران آموزشی. و دوران به نظرم تخصصی آموزشی هم شاید بعدش یه هفته داشتیم و نهایتا تقسیم شدیم. بنده خودم خیلی برام فرق نمی کرد کجای این وطن عزیز بنده رو بندازن. خاطرم میاد خیلی بسواسه، چون به خاطر دارم بعضی از عزیزان انتخاب داشتن تو ذهنشون که من تهران بیفتم، مثلا فلان جا بیفتم، فلان شهر بیفتم. یعنی الان 26 27 سالتون ممکن؟ بله، فارغ التحصیل شده بودم این سال 58 اواخرش. اواخر 58. بنده متولد 32 ام، 26 سالم بود. 26 سال و نیم مثلا. و تقسیم شدم آذربایجان عجبشیر، که چقدرم خوب بود، چقدرم خوب بود. اگر قرار باشه که واقعا شرحی بدم از دوران انقلاب، بی‌انصافی هستش که در مورد عجبشیر و وضع چند خانواده بهایی در عجبشیر نگم. اونجا یه خانواده بودن به نام خانواده آقای زیادی، خانمشون بود، مادر شوهر که با این خانواده زندگی میکرد، فوق‌العاده مهربون و خوشرو و خوش سیما و همیشه محبت داشت و میخواست بنده یه مقداری ترکی حرف بزنم، ولی فارسی حرف صحبت نمیکرد. و مادر خانم که در یک اتاقی در همونجا که مثل بهایی سنتر باشه، یک مثل خونه حضرت القدس زندگی میکردن. این خانواده فوق‌العاده تمیز، هر روز خونه آبجارو میشد توسط دختر بزرگ، هفته دو بار حمام گرم میشد و همه حمام میگرفت، هر روز تقریباً آبگوشت بود و سر سفره می نشستند این خانواده بهایی. بنده توی پادگان بودم و مثل این که فرزندشون انتظار می کشم، مایل بودن که بنده بیام بدون هیچ، با این حالت از مهمون نوازی. و وقتی که می رفتم سفره رو که می انداختن، مادر سفره رو می انداخت، آبگوشت و تریت رو درست می کردن، گوشت ها و سیب زمینی ها و نخود و لوبیا جدا می شد، ما سر سفره می نشستیم، اول مهمان بود که پذیرایی می شد، لطف می فرموده به بعد طبق معمول لوس هم می کردن. بعد البته پدر بود، بعد پسر بزرگ بود، باز هم هنوز یک کمی پسر و مرد و زن و اینا تو اون بانک بهایی بودن تو عجب شیر ترکستان، هنوز یه مقدار رگه هاش منده میدیدم، باید اقرار کنم. و بعد فکر میکنم دختر بزرگ کنار دست مادر کمک میکرد و آخر سر دختر بزرگ و بعد آخر آخر خود مادر غذا رو میخورد و این انضباط وجود داشت. بعد از اون که تریتمون رو میخوردیم، گوش کوبیده میشد و بعد گوش کوبیده هم تقسیم میشد و میخوردیم. به نظرم یک چارک گوش میگرفتند روزانه. یک گوسفند پرواری میکردند در سال.
و این گوشت این گوسفند قربانی میشد. پدر اگر اشتباه نکنم 8 ماه در سال یه مزرعه‌ای بود ما رو یه فرد باهایی در اطراف عجبشیر میرفت کار میکرد، روزی 50 تومن بیشتر نمیگرفت، بقیه 4 ماه سال بیکار بود. و اگر یک لیوان تو این خونه میشکست، یعنی اینکه مثلا فرض کنید 2 ساعت 3 ساعت کار این مرد که تنها نون آور خانواده بود از بین رفته بود و تمام خانواده به صورت هماهنگ با یک عقل معاش فوق‌العاده این زندگی را از نظر اقتصادی اداره می‌کردن. بهداشتشون، سلامتیشون، نظافتشون، انضباطشون، اخلاقشون سر جاش بود. که به نظر بنده میلیاردرها نمیتونند خیلی اوقات موفق باشن یک همچین فضای تربیتی به وجود بیارن. به نتیجه تنها پول نبود، پشتوانه اعتقادی اونها به امر مبارک باعث میشد که بدونن چه کار باید بکنن. این در این خونه چندین شندی بار شاد اقرار باشه، به نظرم یک بار حداقل یا 2 بار آتش زده بودن و حمله کرده بودن. قبل از انقلاب یا بعد از انقلاب؟ بعد از انقلاب، یا اوان دوران انقلاب برای کنار. و این پدر رو میخواستن مثلا بکشن. مادر خیلی شیرزنی بود و میرفت دم در وام ایستاد و جلو این کار رو میگرفت و پدر رو به یک شکلی از دست اینها فراری میداد. و استقامت کردن در عجبشیر. البته بعدا خبردار شدم که در بچه ها بالاخره بزرگ میشن و جاهای دیگه فکر کنم اطراف کرج زندگی میکنن. خدا حفظشون کنه و فکر کنم هنوز هم مستقیم در ایران باقی موندن و استقامت میکنن و قاعدتا اون تربیت میشه. توی در حقیقت مرکز بهایی یا بهایی سنتر زندگی میکردن، آسیبی بعد از انقلاب اونجا رو گرفتن اتیش زدن یا نه؟ اطلاع ندارم دقیق، ولی ممکن هست به خاطر اینکه نهایتاً حالا این صحبتی که بنده میکنم مال اواخر 60 و بعد 61 هست، ولی همونطوری که میدونیم به تدریج همینطوری که مسائل بیشتر و بیشتر و بیشتر جا میفته و سیستم حکومتی امور رو بهتر در دست میگیره، اون چیزهایی رو که موفق نبوده که تصرف بکنه یا کارهایی که میواسه بکنه فرصتش نداشته، در فرصت‌های بعدی چه بسا این کارها رو کرده، از جمله به سر این خانواده و اون خونه آورده. خیلی بعید میدونم اگه خونه متعلق به عمر بوده باشه در کل انقلاب اینها تونسته باشن اونجا بمونند و آواره و در به در نشده باشن. عملا هم اطلاع دارم که اونجا نیستن، ولی به چه شکل نمیدونم. به هر صورت این دوران 1.5 سال سربازی بنده که میخواستم مطب بزنم در عجبشیر طبیعتاً اونجا بمونید؟ نه خیر، چون میتونستین وقتی پزشک وظیفه باشید برای یک قدری کسب درآمد بهتر میتونستید مطب بزنید، کار آزاد بکنید. ولی این در زمان خدمت مطبم داشته باشم؟ مطبم داشته باشم که با موانع بیشتر غیر مستقیم به علت باهایی بودن این امکان به اون صورت برای بنده فراهم نشد و به لطائف الهیل مانع بنده شدند که بتونم در اونجا کار آزاد تبابت بکنم. در همون اوان البته پدرم سکته میکنه در زاهدان و دوران وظیفه بنده که 1.5 سال بود تمام میشه، جنگ شروع میشه و 6 ماه خدمت احتیاط اضافه میشه و بنده موفق میشم که برای 6 ماه خدمت احتیاطم خودم رو به منطقه بلوچستان منتقل بکنم. وقتی که خودم رو به منطقه بلوچستان منتقل کردم و بیشتر به نیت اینکه پیش پدرم باشم، بنده رو فرستادند خاش. تو پادگان بودم، متوجه شدن باهایی هستم و
اون پادگان اصلی بنده رو نفرستادن، فرستادن یه پادگان دیگه. خاطرم میاد توی اتاق بهداری خیلی عکس‌های جور به جور سیاسی مذهبی اینا بود، اینها رو بنده یه قدری متعادل تر کردم و که اونها هم سعی میکردن اینها عکس‌ها رو به عنوان سیخ تو چشم کسایی که حالا این دکتر بهایی باشه، ولی موضوع اصلی موضوع انقلاب است. خب ما سعی کردیم خیلی با حکمت و متعادل نسبت به این قضیه رفتار بکنن، با اینکه خیلی تحریک آمیز سعی میکردن دکور کنن مطب. اونها هم باز یه مقداری با بنده کنار می آمدن. به هر حال به یه توافقی رسیدیم. اون دوران رو بنده در اطراف خاش مطبی داشتم و پادگانی بود و سربازا رو می دیدم. و در این حال به موازات اون تصمیم گرفتم که مطبی هم بزنم. و به نظرم میاد هنوز من یه بخشی از خدمت اصلی وظیفه مونده بود که آمدم خاش. هنوز احتیاطم در بلوچستان شروع شد و خاطرم میاد که رئیس پادگان چون میدونست بنده باهایی هستم، فکر میکنم با باهایی هم یه محبتی داشت، بنده رو خواست و یه مقدار با هم صحبت کرد با همچین رأفت و محبت و اینها. و در این حال از اینکه بنده میرم یه جای دیگه کار میکنم، شاید اونم سلام میدید که یه مقدار بنده اینجور محفوظ دارم. و دوران وظیفه تمام شد فکر میکنم در خاش و برای دوره احتیاط تقاضا کردم که برم زاهدان که خانواده پدرم بودن. شش ماه آخر دوره احتیاط رو در زاهدان بودن. اما در تاریخ تقریبا ربع قرن کار بنده با روی مسائل حقوق بشر از خاش شروع شد، به این صورت که وقتی میخواستم مطب بزنم، رئیس بهداری خاش یکی از سردمداران حجتیه بود و معاون ایشون هم همینطور، ولی معاون ایشون حتی در بهایی ستیزی چون اونقدر افراطی نبود، حتی از ایشون به نظر بنده حساب می برد و گاهی بنده رو دعوت به این میکرد که یه مقدار سرت بنداز زیر. ولی به هر دلیلی بنده خاطرم میاد شب منظری که از احباب خوابیده بودم و این موضوع روبوده شدن آقای دکتر داوودی رو شنیدم، خیلی برام گران تمام شد. گفتم که بی غیرت اینجا بخوابی و دکتر داوودی رو بدوزن، کسی که میتونه اینقدر برای ملتش، برای وطنش، برای تاریخ، برای انسانیت مفید باشه. چون خیلی ارادت خاص داشتم به شخصیت دکتر داوودی برای سوادش و احساس کردم من مشکلی نیست اگر کمکی باشه برم یه جوری این جریان رو تغییر بدم، حتی اینقدر برای خودم حساب باز نکردم، ولی احساس آمادگی کردم و میدونستم که در امر مبارک البته ما نباید خشونت کنیم، البته نباید بی منطق باشیم، البته باید مطیع قانون و خیرخواه دولت و ملت باشیم، ولی حق تظلم داریم. اینو میدونستم. گفتم خب چه ایراد داره یک بهایی در ایران بتونه حق و حقوقش کامل بگیره؟ یعنی ایران عوض شد با این نگاه. و به نظرم رسید که شروع میکنم این کار رو. با عشق به دکتر داوودی میتونم عرض بکنم و برخوردی که این فرد حجتیه در بهداری خاش با بنده میکرد، که حتی یه بار گفتش که شما همه بهایی ها رو باید بگیرن بندازنتون توی کویر توی منطقه ای و از بین تو برن.
بنده بهش گفتم شما دچار یک توهم خود بزرگ بینی هست، یه دیلوژن داری به همون دکتر. که بعد اون دوستش اون گفت که تو داری با کی چی میگی، این از بین میبره. اینا کسایی هستن که بنده بعدا احساس کردم که اینا همون جریانی میتونن، بسته به جریانی میتونن باشن که دکتر داوودی ها رو دزدیدن. یعنی حس به من اینو گفت، ممکنه غلط باشه ولی حسم این گفت. چون اون خودش در مورد تفاوت دکتر داوودی و دکتر راسخ حتی به بنده اظهار نظر کرد، گفتش که دکتر راسخ، حالا اون نظر ایشون بود، یه دائره المعارف بود، خیلی سو میدونست، ولی دکتر داوودی یک فیلسوف بود، خلق میکرد ذهنش، یعنی اون اینجور دیده بود، میشناخت. به نتیجه درخواست یه پزشک حجتیه که این افرادو میشناسه بعید نبود که باز، و اون وحشتی که معاونش داشت نشد به این، که بعداً هم فهمیدم که تخصص مغز و اعصاب گرفته بود، یه جایی به نظرم دیدمش در تهران. ولی چیزی که در دلم نبود ترس بود، خداییش نمیترسیدم. ولی این ترسم میخوام بگم بعضی اوقات بود در زندان قزلحصار، شاید بعداً بهش برسم، وقتی که فکر میکردم که این قدرت مربوط به شخص خودمه، یه بارگی وحشتم میگرفت. این ترس وقتی نبود که احساس میکنم وصل به اونم، اینه قلبا عرض میکنم، و چون چیزی نبود شما رو بترسونه. وقتی که دیدم این نمیذاره بنده تبابت بکنم، یک نامه ای درست کردم و توضیح دادم و مفصل نوشتم، شاید دو سه صفحه آ4، حالا متنش یادم نیست، ولی میدونم که این مجموعه مکاتبات که از اون موقع شروع شد اولیش به رئیس شبکه بهداری زاهدان بلوچستان در رابطه با این برخوردی که ایشون کرد. چگونه ایشون نمیذاشت شما تبابت کنید؟ به چه نحوی؟ رئیس بهداری بود، میباست مجوز بده که بنده این کار رو بکنم، نمیداد، باهایی بودم. و البته به یه شکلی هم آخرش هم داد، ولی داروخانه ها رو چیز میکرد همکاری نکنن. به طور غیر مستقیم همینطوری که میدونید جامعه باهایی و فرد باهایی در ایران دوران انقلاب دوچار یک جینوساید نامرئی بود به لحاظ اقتصادی و نسل‌کشی نامرئی. بله، نسل‌کشی نامرئی بود به لحاظ اقتصادی، شغلی، تحصیلی، حتی بعضی اوقات با روانی و ضربات مستمری که بهشون وارد می‌کردن و قصر آزاره. و در حقیقت برای ریشه‌کن کردن حتی در مراحل مختلف، تاریخ حالا حتما در میاره و چون خیلی از اسناد و مدارکش هست، برنامه‌ریزی هایی میشد که این جامعه را از بین ببرن. البته در همون موقعیت بنده برای من موضع عزیزانی که این کارا رو میخواستن سر ما در بیارن قابل فهم بود، کاملا میتونستم بفهمم که عظمت امر مبارک چه وحشتی در دل اینها انداخته و چه خطری برای کسانی که از دین سوء استفاده میکنن برای حفظ مقام و پول ایجاد میکنه که بخوان با این شدت اینو ریشه کن بکنه. بنابراین در این حال که بنده فکر میکنم به یه شکلهایی به یه درجاتی همه احبا این احساس داشتن، حالا فرق میکنه فرمش، درجاتش یا خواهشه، همه میفهمیدیم و به همین دلیل به جان و دل میخریدیم بلایا رو. من اینجور فهم کنم ولا اگر که عظمت امر رو ما نمیدیدیم و ضعف اونها رو نمیدیدیم، حالا پیش بیاد در دوران بعد عرض میکنم که تو زندان حتی خود اونها میدیدند در ضمن خاطرات داخل زندان،
اگر که ما نمیدیدیم چجور امکان داشتش که لبخند بر لبمون باشه و خشونتی هم به طور معمول نکنیم؟ ولی نمیگم انسان‌های ایدئالی هم نبودیم، ولی در این در این مسیر حرکت کنیم که بدون خشونت و خیرخواه دولت و ملت و باشیم، مطیع قانون و حکومتمون هم باشیم. کی شما رو گرفتن؟ اتهامتون چی بود؟ بله، بنده سال 1362 تیر ماه ششم، اشتباه نکنم ماه رمضان که بود، ولی حالا یکم شک دارم دوشنبه بود یا چهارشنبه، آمدن خونه یه برگه‌ای بود، حالا داستانی داره که بنده کجا؟ تهران. تهران البته. اگر که مایل هستید که از اینجا شروع بکنیم که نحوه دستگیری، فقط بنده خیلی سریع بگم بعد از اون که این مکاتبه رو با رئیس در دفاع از حق کارم با رئیس بهداری کردم، این مطلب ادامه پیدا کرد به صورت یه زنجیره. فعال حقوق بشر یا فعال آره. حقوق یعنی به عنوان فردی حقوق، کار حقوق بشر، حقوق برای حق تحصیل، کار، ازدواج، بعدن همینطور اضافه شد در 15-20 تا لایحه مانند با همکاری وکلای بهائی انجام شد و یک پرونده قطوری شد که حدود شاید 1000-2000 تا شماره خورد. یه گوشه ایش این هاست، اینا مثلا یک پنجمش هم شاید نباشه، یک دهم، به هر حال یک گوشه ایش این هاست. و بنده وقتی که رفتم زندان به این صورت اتفاق افتاد که، و اون موقع تهران بودم و تقریبا هفته حدود 20-30 ساعت به دستگاه اجرای قضایی قانونگذاری مراجعه میکردن در رابطه با این مسائل، ضمن اینکه خب در یه راستایی توی اون موقع تا وقتی که محفل ملی بودن و تشکیلات بودن مختصر فعالیتی هم در خدمت دوستان بودن داشتم. ولی تمرکز فعالیت های بنده رو مسئله این بود با همون انگیزه که اگر یک فرد باهای حق و حقوق خودش رو بگیره ایران عوض میشه، و این رو خیلی از غیر باهایی ها میدونستن و احبا هم اینو میدونستن. ولی بنده وقتی که مراجعه میکردم میگفتم بنده نه نماینده جامعه باهایی هستم، واقعا هم نبودم، و بنده حقوق خودم میخوام، ایرانی هم، سربازی هم رفتم. به نتیجه همون چیزی که پسر رهبر انقلاب داره منم باید داشته باشم. هیچ چی که رادیو، تلویزیون، روزنامه، همه چیزا مال من هست که مال اون هست. هیچ چی من کمتر قبول ندارم، واقعا هم ندارم، همون موقع هم نداشتم. میدونستنم که در این مورد بنده به قول معروف چجوری عرض بکنم، تعارف ندارم. ولی همینطور که عرض کردم، این عشق دکتر داوودی و این اصل تظلم در امر مبارک به نظرم اینقدر عظیم جلوگر میکرد که برای یه فرد بهائی چه فضایی ایجاد میکنه. به همیشه به دوستانم عرض میکردم چه فضای خدمتی ایجاد میکنه که فقط باید سرت بذاری کف دست، در این حال سرت هم نمیدی که عملا نمیبینی در خدمت شما بود. و نه و نه و نمی و یه جوری هم بود که خودم هم به قول مادرم میگفت هر دیوونه به کار خودش هوشیاره، احساس میکردم بقیه میگفتن این خودشو به خطر میندازه، ولی میدونستم که بدونی چه کار داری میکنی و توکلت به اون باشه، چون او انتخاب میکنه کی باید فدا بشه براش، به نظر من نهایتا در دست حقه و حسب الله است که این به نظر بنده که زندان رفتن ها و اعدام شدن همه اینا چه بفرمودی از فرمان الله نقشه کلیش و نقشه خصوصیش. ما توی نقشه خصوصی داریم کارایی میکنیم ولی اون مراقبه. و بنده دلیل دارم که این عرض میکنم، ضمن در تحلیل تاریخ اخیر ایران بعد از انقلاب اگه پاش بیفته عرض میکنم. به هر صورت روزی که بنده دستگیر شدم به این صورت اتفاق افتاد که دو برادر بودن و دو دوست
به نام آقای فیدروس و فرید شبرخ. ما خیلی به هم نزدیک بودیم، بعضی ها اسمونو گذاشته بودن ستوفنگدار و به شوخی و جدی همینطور میگن، چون مسائلی که اتفاق میفتاد در دوران انقلاب ما با هم صحبت میکردیم. آقای شبرخ در شهرهای مختلف ایران میرفت، فیدروس شیراز مثلا میامد و اینها، و فرید در تهران بیشتر فعالیت میکرد، بنده مختصر در تشکیلات تهران بودم ولی بیشتر کار حقوقی میکردم که عرض کردم نامهای زیاد با دست همه سیستم از رهبری گرفته، جماران رفتن گرفته تا قوم رفتن و اجره، ولی همه بر محور مسائل حقوقی خودم و خانمم، و خانمم همراهی میکرد با اینکه نگران بود، ولی هیچ وقت در این دوران 25 سال این همراهی خودش رو دریغ نکرد، با وجودی که گاهی خیلی اوقات میترسید، ولی میدونست که بودنش برای حفظ بنده و شاید هر دوتامون فوق‌العاده مفید و مؤثره، و چون پزشکم بود و ما خیلی از حقوق انسانیمون مشترکاً نفی میشد، میتونستیم دو تا امضا بزنیم زیر نامهایی که میفرستادیم، این مؤثرتر بود. و همسرم شعله ای در این مورد هیچ وقت واقعا چیز نمیکرد. من دلم میخواد مخصوصا جزئیات گرفتاری به خاطری که اون که شخصا شما در واقع تجربه کردید خیلی گویا هست با این پیش زمینه‌ای که درست کردید، درست و فعالیت این خیلی مهم میشه که چگونه با یه همچین شهروندی نظام روبرو میشه. و تجربه شخصی شما ممکنه خیلی ویژگیش، مثلا شما دکتریم تحصیل کردید، خدمت کردید، سواد دارید، مورد احترام اون جامعه‌ای که درش زندگی میکنید هستید، این یه چیز ویژه‌ای است که همه بایا از این امتیاز برخوردار نبودن. در یک کلمه باید بگم این الله بختی اتفاق افتاد. اما چطور؟ به این صورت که همسرم میره منزل آقای فرید شبرخ که مقدمه عرض کرد، خواهرام و پدرم هم اونجا بودند، بنده شب کشیک بودم در یک جای اطراف تهران، حالا اسمشم الان یادم نمیاد، ممکنه یادم بیاد، و چون شباب خیلی اوقات کار میکردم، روزها همونطوری که عرض کردم کار دنبال این مکاتبات و پیگیری اینا بودم و شمارنامه ها و اینا. وقتی که شعله با خواهرام روحی و امیلیا میرن منزل آقای فرید شبرخ، با صحنه روبرو میشن. کسی که در باز میکنه صابخونه نیست، آقای مصباح هست، یه پاسدار ایناست. و اینا میرن داخل و ایشون میپرسه که کی هستی؟ میگه من، معرفی میکنه، میگه به 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 بفرمایید، خوش آمدید، خوش آمدید، دعوتشو میکنه داخل. بعد میبینه که خانم شبرخ گلی عزیز که دختراشون فکر کنم یکشون اینجا پزشکی و اینا میخونند و اینها در همین امریکا، الهام و الیکا، اونها خب خانمشون البته نگران بودن، طبیعی بود، و اینها ظاهرا خونه رو زیر رو میکنن و همه کار اینها رو انجام میدن و اجازه این که خانم بنده و خواهرام از خونه برن بیرون نمیدن، اونها همونجا گرفتار میشن و تا کار آقای شبرخ و خانوادشون تکمیل میشه و اونها همراه خانم بنده و خواهرام میان خونه ما. پدر بنده به نظرم میرسه تا اونجایی که خاطرم هست روح شاد رفته بود قزوین، سری به احبا و اینها بزن و تو مسیر برگشت، و همون موقعی که خواهر و خانمم و اینها آمده بودن تو خونه بودن، پدرم هم از راه میرسه، ولی بنده کشیک بودم. خونه رو میگردند، طبیعتاً خیلی زیادی بچه رو پخرمون میکنن، چیزی که میبرند همون پرونده مکاتبات حقوقی بنده است. چه سالی بود؟
عرض کردم 6 تیر ماه 1300 دستگیری بود یا اصلا 5 تیر ماه 1000 یک روز قبل یه روز قبل شما رو گرفتن با این بحر. هنوز من نیستم هنوز نیستین ولی تو همون درجه آره روز قبلش فرض کن غروب یا شب 5 تیر ماه 1362 ماه رمضانم بود. حالا آره علت داره که عرض میکنم مجددا ماه رمضان اونها رو خونه رو میگردن میگیرند هر هم خواهرها و هم خانم هم و هم پدر رو میبرند و در زندان قصر اون از ایشون میپرسن که بنده کجا هستم. حقیقتا خانم من نمیدونست من کجا هستم و هر کار میکنند اون میگه نمیدونم. ممکن بود میتونست بگه حدودش کجاست ولی نمیدونست من کجا کدوم کلینیکی که دارم کار میکنم یه جایی بود. حالا من هم الان اسمش یادم نیست. ولی بعدن همون تو بازجویاش بهش گفتن تو همه چیز راست گفتی جز این دروغ گفتی میدونستی شوهرت کجاست نمیگفتی. البته خانمم هم غالبا نمیخواست اونا بفهمن من کجاست. نصف شبی که من کشیگستم بریزن اونجا بنده رو بگیرن که فکر میکنم خوبم بود به درد من میخورد این حالت. ولی واقعیش هم اینه که واقعا نمیدونست به دقیقش نمیدونست. به هر صورت صبح بنده قبل از اینکه بیام خونه میرم از آقای شبرو گفتم ما سه تفنگدار بودیم اینه که و روی همون حالتی مختصری که ترسیم کردم چون این تقریبا بعد از حالا سربازی بنده تموم میشه و بالاخره یه سال یه سال نمی که ما تهران هستیم تقریبا تو این مجموع کارهایی که میشد درس کردم هر روز همدیگه رو یا هر چند وقت خیلی زود به زود همدیگه رو میدیدیم و بحث میکردیم. وقتی مینشستیم به صحبت یه ساعت دو ساعت سه ساعت با هم صحبت میکردیم و خیلی لذت میبردیم از مصاحبت همدیگه و اون دوران انقلاب اتفاقاتی دارش میافتاد به نظرم همدل بودیم. به نظرم میرسید که این چیزی ازش که اسباح الله ایجاد کرده برای پیشرفت امر مبارک و آگاهی ملت ایران و تحول در تاریخ بشر و این چیز مهمیه. ما حتی با دیه بصیرت بهایی معابانه اونو که نمیتونستیم بکنیم ولی یه چیزهایی حس میکردیم جالبه و ما یک مهره هایی هستیم تو این بازی هست و حالا ما رو داره به بازی گرفته و برامون جالب بود شور و حال داشتیم که اصلا اون مشقات و صدمات و اینا اصلا دیگه در واقع چی بگم مثل این بود که حال میداد به ما. رفتم مزرعه شبرخ گلی رو دیدم خانم شبرخو به من اطلاع داد که سینا نری خونه الا بلانه گفتم چرا نره خونه گفت اینجوری نمیدونم یک دفترچه تلفن چیزی هم بود و اینا اونو به من داد و آها بنده اون موقع ما در یک لجنه بودیم که وظیفش این بود که تمام مداری مثلا که کتاب ها مجلات همه اینها که داره منتشر میشه اینا رو ما در بیاریم اگه نکته مربوط به امر باشه اون رو ببینیم که روش میخوایم چیکار کنیم اقدام کنیم. و یادمه که فکر میکنم جناب شاکر که بعدا زندان شدند قرار بود که به نمایندگی از طرف چیز لجنه بنده برم حضور جناب شاکر یعنی بررسی روزنامه های روزنامه ها کتاب ها میدیا هرچی رادیو تلویزیون هرچی که بود برم حضور جناب شاکر و وقتی که گلی به من اینو گفت تنها چیزی که تصمیم گرفتم عوض کنم اینه که دیگه خدمت جناب شاکر نمیرم ولی اینکه گفت خونت نرو نه خونم میرم و اگر یه سری تلفنی نداشتم پاره کردم. ولی گلی خیلی نگران بود میگفت دنبال فدروس هم هستن روح شاد که در زاهدان شهید شد که روز بعد گرفتار شد. البته فدروس هم که فهمیده بود که نباید بیاد طرف خونه فرید آمده بود و اونا هم چون در کمین بودن فدروس رو هم گرفتن که میشد هفتم
و روز بعدترش هم دو تا از اعضای محفل ملی، آقای هدایتی و آقای بشیری رو گرفتن، که میشد هشتم اگه اشتباه نکنم. به دنبال اون نحوه گرفتاریم در حبس اول، ششم تیر ماه سال 62. شما چند دفعه مگه حبس شدید؟ سه مرتبه. این حبس اول هست که حدود 4 سال و 8 ماه طول کشید. حبس دوم 14 ماه و 14 روز فکر میکنم. از 17/7/77 شروع شد حبس دوم، و حبس سوم بیش از 1-2 روز نبود که با حکم وثیقه آزاد شدم. اما نحوه گرفتاری حبس اول به این صورت بود که عرض کردم تصمیم گرفتم میرم خونه. برای اینکه یکم افکارم رو جمع و جور بکنم پیاده رفتم بین خیابون کاخ و زیر پارک سایی بود خونه ما در تهران. این مسیر تقریبا به من یه فرصت 1 ساعته میداد که هم آرامش خودم به دست بیارم، فکرامو تنظیم بکنم برم خونه. وقتی که رفتم طرف خونه دیدم که یک پاسداری از همون کوچه داره میره پایین به طرف خونه ما. خب فهمیدم که زنگ خونه ما رو زد، طبیعتاً کسی نیست، در براش باز نکرد، ولی به هر صورت در براش باز شد، رفت داخل. تو همین فاصله بنده داخل شدم. این بعد از اون رفتین تو؟ بعد از اون من رفتم تو، ولی نگو که این پاسدار رفت زنگ بالا رو زد، اونا در براش باز کردن و بنده رفتم پایین. در رو باز کردم، ماه رمضان بود، میدونستم که احتمال دستگیریم هست. به نتیجه گفتم که خب بهتره که با آرامش کافی یه شکمی از عزا در بیارم، اگرم که در وهله اول دستگیری قرار مشکلات پیش برام بیاد، لااقل بتونم یه 24 ساعت 48 ساعتی یه چیزی خورده باشم. شب کشیک بودم، جای شما خالی، صبحانه نابی خوردم و یه مقدار خونه رو هم گشتم. متوجه شدم اون دفترچه‌ای که عرض کردم مجموعه مکاتبات و حقوقی بود اونها بردن. بغیر در کمد باز کردم، بعد دیدم محرموم در کمد، ولی چیز ازش نمردم. متوجه شدم دو مرتبه محرمونو بستم، همون برچسبی هم که داشت زدم و پلومش زدم. فکرامو تنظیم کردم، توی یه هیئتی کار میکردم، اومدم بیرون و گفتم که برم به یکی از اعضای همون لجنه که باشون کار میکردم بهشون بگم که من دارم میرم زندان. و از قرار منم همین آقایی که عرض میکنم ریش پاسداری داشت با اونا صحبت کرده بود، حالا عرض میکنم بعدا چی پیش آمده بود، و بدون اینکه بقیه مسائل رو اهمیت بدم رفتم زنگ زدم به یکی از همکارانمون تو اون لجنه که بودیم، بهشون یه سری اوراق بود اینها دادم و پیغام دادم که من دارم میرم زندان. به یکی از دوستان همکارم که اون موقع هم در کلینیک کار میکرد، آقای کلان در شیراز هستن، آقای دکتر کنانی، ایشون هم زنگ زدم گفتم که من این حساب کتابای کشیکام هستش و اینها، اینا رو دیگه من دارم میرم دنبال کشیکامم، اعتماد نخواهم بود و شما اینا رو برای من دیگه خودت هر کار کردی. درسته خودش نبود، خانمش بود، سیمین نام، خانم سیمین کنانی، و باورش نمیشد، و ولی خب گفتم نه من دارم میرم. بعد زنگ هم زدم به یکی از دوستان اقوام دیگه و به ایشون هم گفتم که من دارم میرم، میتونی بیای قبل از اینکه برم زندان ببینم تو اینها، که دارم میرم خودم معرفی کنم. به هر حال این کارا راست و ریس کردم و برگشتم این دفعه خونه. فکر میکنم حالا صبحانه خوردم، دوش گرفتم. اول وقتی که رفتم خونه رفتم این کارا رو کردم، خیالم راحت شد، آمدم قشنگ صبحانه خوردم اینها. حد زدم که این رفته، این پاسدار رفته بالا. رفتم پیش بالایی گفت کجا بودی و اینها، گفتم هیچ، من سر کار بودم. گفت یه نفر آمده، گفته خودت داستانی معرفی کن. گفتم که اگر دوباره به شما زد، گفت یه بارم زنگ زده. گفتم اگر به شما دوباره زنگ زد بگو که فلانی خودش داره میاد. باز زندان قصر بود. راه افتادم و برحال تاکسی چیز گرفتم و رفتم زندان قصر. وقتی که وارد در زندان قصر شدم و خودم معرفی کردم، سینا حکیمان هستم، من خواستم زندانی برای هرچی دادستانی، و این اسم به نظرش آشنا آمد. بعد یک بارگی برگشت و
همون کسی که تو کوچه داشت پای میرفت که عرض کردم یه پاسداری بود ریشی داشت، ایشون اونجا نشسته بود و صدا زد کی بود که سینا حکیمانه میخواست و او یه بارگی بلند شد با یه هیجانی که به نظرش میرسید که حالا تومه رو دستگیر کرده، پرید و براخره بازوی بنده رو گرفت. خب بنده هم خب بازوی ول کردم، خودم آمدم به این حساب که شما که من نگرفتی، من خودم آمدم. و اون طبیعتا بنده رو برد طرف داستانی هر جا که میخواست ببره. اونجا که برد به نظرم وقتی که وارد شدم یه بارگی خانمم و خواهرام رو دیدم و این پاسدار متوجه شد که ما متوجه شدیم کی کجا چجوریه. این از این بابت خوشش نیامد، من کشید کنار، ولی خب دیگه کار از کار گذشته بود، بنده فهمیده بودم که اینا اونجا هستن و خب ولی ما رو جدا کرد. طولی نکشید که بنده رو برد اون دادستانی قصر، زیر دادستانی داشت مثل بازداشتگاه بود، برد زیر بازداشتگاه و یه اتاقی دیدم اونجا یه سری یادداشته مثل مناجات اینا بود، خط خواهرام و روحی و اینا رو میدیدم و دیدم یه چیزایی نوشتن، فهمیدم اینا تو این اتاق بودن که بعدا متوجه شد که اینها مثل شبه گروگان گرفته باشن، اینها رو گرفته بودن، مسترزم این بود که بنده خودم معرفی بکنم اونها رو آزاد بکنن، طبیعتا اونها آزاد شدند. بعد ما اونجا بودیم، بنده هنوز از وضع پدرم خبر نداشتم. بعد شما خودتو معرفی کردین؟ بله. بازجویی کردن یا دست بردن؟ نه، هیچ بازجویی نکردم، بدون هیچ بازجویی، بدون هیچ صحبتی، فعلا بازداشت کردم. بعد اون تو اتاق بودیم و بعدش هم به نظرم از اون اتاق بنده رو بیرون بردم، ماه رمضان هم بود و به همون یه افطاری دادن و بعدش هم سحری هم فکر کنم بلندمون کردن و البته ما طبیعتاً سحری و اینا رو میذاشتیم برای اینکه زور نهارمون رو بخوریم، ولی به نظرم نمیرسه که اون موقع آنچنان تحمیل میکردن که تحمیل که ابداً نمیکردن، ولی مشکلی نداشتیم که غذامون رو بذاریم زور بخوریم. طولی نکشید که بنده رو بردم به بند عمومی زیر دادستانی. اونجا بود که دیدم پدرم هم زندانه و آقای فدروس شبلوخ هم زندانه اونجا. و اسم پدرتون؟ نه، اسم ترازالله حکیمان. آقای فرید شبلوخ اونجا بود. آقای فدروس شبلوخ رو گرفتار کرده بودن ولی مدت‌ها توی انفرادی بودن، هنوز به ما نپیوسته بودن، توی بند عمومی زیر زندانه دادستانی قصر در تهران. مدتی اونجا بودم، بعد از مدتی بنده رو آمدن جدا کردند. یه مقداری هم اونجا با زندونیا صحبت می‌کردیم و مسائلی بود، ممکنه که به هر اصطلاح زندانیا آنتن و اینها گزارشایی کرده بودن در مورد بنده و به هر دلیلی بنده رو بردن انفرادی شماره 9 قصر، زندان قصر. تا به حال من بنده زیر اون بازداشتگاه دادستانی قصر بودم. اسمش هم شاید میگفتن هتل، چی میگفتن یه اینجوری ها. رفتم انفرادی، وارد یه سلولی شدیم که اصطلاحا سیاه چال بهش میگفتن، نور نداشت و فقط تا چشمم عادت کرد یک سوراخی داشت، یه مقدار نور اینجوری داشت. ما رو اونجا بردن و اونجا همون شماره 9 جایی بود که امیر عباس و هویدا هم اونجا بود و خیلی از شخصا، حتی حجبر یزدانی هم اونجا بود که از جابسی که فرار کرده بود، خیلی از افراد تو اون انفرادی به نظرم بودند. و ولی اون در واقع روز اول یا هر چی خیلی یک خواب جانانه دفشی هم رفتم که خیلی استراحت خوبی بود برام، تا چشمام هم عادت کرد به اون سلول و تو اون سلول میدیدم که یه چیزایی مثلا یادداشت های زندانی های قبلی نشده بودن که خیلی روح‌افزا بود به قول معروف. از جمله یکی رضا شوتی بود که دیدم نوشته رضا شوتی نوکرته، رضا شوتی نوکر هرچی مرده.
و در اون حال هوای روحی و عاطفی و روانی و گرفتارینا مثل که شادم کرد که وقتی دیدم اینا رو دیدم، مثل که داره به من میگه خب خوشم آمد. مدتی تو این انفرادی به این صورت بودم، بعد به یه انفرادی دیگه منتقلم کردند که نرده داشت و یه مقدار نور بیشتر داشت. البته بعد از مدتی هم همین رضا شوتی هم آمد و داستان‌های داخل زندان. و این تقریبا اینجا این مرحله نحوه گرفتاری و این هاست. در این دوران بعدی قبل از محاکمه، اگر که بخوام شرح مختصری داده باشم، چون کار حقوقی میکردم، حقیقتش یک دوره به نظر خودم 40 روزه گذاشتم به قول معروف که معتکف میشن به دعا و مناجات و راز و نیاز، که دوران جالبی بود. و حتی میتونم در این مدت بازجویی اصلا نشد؟ نشد، هنوز داره هنوز بازجویی نشد. بازجویی بنده توی تو هنوز قبل از بازجویی هم آره حبس شدم، حالا توی انفرادی هم. و یه دوره 40 روزه گذاشتم از لدر ورود برای خودم را و مناجات و فکر و نوشتن چیزهایی که فکر میکردم ممکنه یه موقعی لازم باشه برای مراحل بازجویی و اینها. و معمولا چون وقتی یه چیزی میخواستم بنوشم مشورت میکردم و در عالم خیال مشورت میکردم که اگر من با فلانی این چیزی که الان نوشتم در میون بذارم او به من چی میگه، با اون یکی اگه مشورت میکردم چی میگه. چون خیلی قائل بودم که در امور مختلفه باید مشورت کرد. و با این حساب یه متنی تنظیم کردم در همون زندان که در واقع تحکیم میکرد موقعیت قبلی قبل از زندان خودم رو در رابطه با جمهوری اسلامی و حقوقی که میخوام و کارهایی که میخوام. و مرام تو زندانم، چرا بیر زندانم؟ فقط چیزی که به نظرم میرسه میباس میگفتم در مرحله اینکه بنده رو آوردن تو این شماره 9 این بود که وقتی که می آوردن بردن شماره 3 قصد، که اونجا بند بزرگی و بند شماره 3 که یک قسمتش بهایی ها بودند یا اتاقش کاملا، و اونجا می دونستم پدرم و عموم و اینها هم اونجا زندانند. و به هر صورت اونجا یه فرصتی من دست داد که یا پیش آوردند که به من بگن که تو چرا بازداشت شدی. حکم خوندم که خیلی برای بنده در اون مرحله شوک بود، مثل یه احکامی که مثلا به جز این عضو فرقه ضاله بهائیت یه چیزی در رابطه با صهیونیسم و ضد حکومت و از این حرفا، که وقتی بنده اینه دیدم مثل یک شوکی که وارد کرده باشن تمام وجودم یک حالت تدافعی گرفت که به خودش که این اتهامات بی اساس بی ربطه به این سادگی به یک نفر زدن رو احساس کردم میخوام جواب بدم. به نتیجه این در ذهنم بود وقتی که اون دوره 40 روزه رو دعا راز و نیاز میکردم با خودم و بعدش هم میخواستم اینو بنویسم و موقعیت خودم رو مشخص کردم و اون متن رو نوشتم. به نظرم میرسه که از اول گرفتاری تا وقتی اینجا آمدم 8 روز طول کشید و 40 روز طول کشید. بعد از 40 روز بنده رفتم برای بازجویی، مجموعا 48 روز اگر اشتباه نکنم. من چون میخوام بازجویی چون خیلی مهمه، من میدونم حالت ذهنی ممکنه خیلی به هر حال این متن رو که نوشتم بعد از 40 روز به هر حال به همون سبکی که عرض کردم اینو دادم، رد کردم، بنده رو به بازجویی خواستند، آمدن دنبالم و رفتم برای بازجویی. در بازجویی چیزی که خب چند نکته شاید شاه بیتاش رو بنده عرض بکنم توی محیط بازجویی، یکی این بود که احساس کردم منو میخوان تستم بکنن که سوادم چقدر، مثلا این متن عربی میذاشتن جلو که من اینو بخونم.
منم از این حالتهای دودوزبازی خوشم نمیاد اصولا. گفتم اگه میخواید بدونید من عربی میدونم، من عربی یه مقدار میدونم. دیگه در واقع اینجوری این چیز توی این بازجوی این چیزی. یا به نظرم رسید که اینها روی مسئله که من اسرائیل رفتم یا نرفتم میتونن حساس باشن. گفتم من اسرائیل رفتم، جلو جلو بهشون گفتم من اسرائیل رفتم، سه روز زیارت رفتم، تو پاسپورتم هم مهر نخورده ولی من رفتم. ولی یک چیز رو تو این دوران 40 روز نمیخواستم مطرح بشه و اون این بود که در رابطه با دوستانم این به حد اقل، به هرچی که رو خودم هست مشکلی نیست. و در اون لجنه‌ای که ما بودیم یادم یک کتابی رو آقای رفسنجانی به نام امیر کبیر نوشته بودند، ما این رو در اون لجنه خواستیم از آقای ملک خسروی، خاطرم میاد که روشون حتما صعود کرده، روشون شاد، ایشون روش یه جوابیه بنویسن و ایشون یه چیز نوشته بودن و اینم دست یکی از اعضا بود، بنده گرفته بودم نگاه بکنم با اون عضو لجنه و تو خونه ما بود، این رو فهمیده بودم برده بودم و احساسم میکردم این میتونه سرنخی باشه که بعد بگن حالا اون لجنه چی بود و اعضا کیا بود. از این را فقط دعا میکردم که هم صداقتم از دست ندم، هم این که این پرده دری رو نکنم و دوستان رو به گرفتار نکنم، چون در این حال مقید بودم که بالاخره با دروغ و ریا و این جواب نمیده. نحوه طوری هم که به اصطلاح خود ما تایید رسید و شانس آوردم این بود که در مورد همین کتاب سوال جواب کردم. بله اینو برده بودن. اینو از کی گرفتی؟ چجوری گرفتی؟ گفتم من اینو از یه نفر گرفتم به نام آزاده، خانم آزاده. این آدم گو کجاست؟ گفتم نمیتونم و نمیدونستم. چیزی که در واقع از نظر فکری در واقع اینجا کمک من کرد، بنده فامیل اینو نگفتم، اسم این آزاده بود ولی اون برداشت کرد که فامیلش آزاده است و سرنخ گم شد و منم آدرسش رو نمیدونستم و به هیچ جا نرسید و هیچ گرفتاری برای اون دوستان عزیزمون در اون لجنه اتفاق نیافتاد خوشبختانه، چون مثل زنجیروار داستان رو خیلی چیز میکرد. ولی بعدش که رسید به مسائل حقوقی و اینها، این چیزی بود که بنده اصطلاحا زبون دراز بودن و اونها هم گوش شنیدن نداشتن و خوششون هم نبود تو دادگاه بشنون، توی بازجویی بشنون اینا، ولی خب بازجویی‌هایی کردن و اونا رو هم داشتن و از این حرف احترامی کردن، توهین کردن بود. نه خدایش، نه نه، به بنده توهین و بی احترامی خاصی نکردن. نه آره، تقریبا هم احساس کردن که بنده خیلی آدم به قول معروف چی میگن، یک کمی در راستگویی و صداقت حالو هم شاید هستم، زیاد روی همه. ولی از این بابت بنده ناراحت نبودم من اینجوری ببینن، تا اونجایی که کمک میکرد که اون قسمت قضیه محفوظ بود و همینجوری هم در واقع دعای خودم هم در این دوران همین بود و خیلی ممنون بودم که از طریق من این نشد. حالا اگرم شده بود شده بود، ولی پیش نیامد اینجوری. و این دوران بازجویی بنده بود. بعد از بازجویی بنده رو برگردوندن به انفرادی، فکر میکنم یک دوره بود، حالا اون موقع هنوز هم خانواده بنده دقیقا شاید نمیدونستم بنده کجا هستم و خارج از زندان به قول معروف مادرم و شعله و همین ها در دست و پا می زدن که شاید پیدا بکنم بنده رو. و یادم میاد که همین رضا شوتی که عرض می کنم یه بار آمد داخل بند، گفت دکتر تو مادرت چقدر عشق تمساح هم در میره، یه چیز اینجوری گفت. خلاصه نمیدونم به چه جزا و فضایی از مادرم و اینا دیده بود که اون حتی به من اینجوری منتقل کرد. ولی چیزی که از مادرم به من رسید، قبول کرده بود که ما نمیخوایم ببینیمش
ولی شما فقط من یه یادداشت می‌نویسم، یه کلمه می‌نویسه سالمم، همون یادداشت بیارید بدید به بنده، من میرم خداحافظ. و تو قرارم آوردن و ما هم نوشتیم و خوبیم و اونم رفته بود و اینها، فکر می‌کنم اونا اطمینان قلب پیدا کردن، برای ما یه جایی هستیم و این براشون. حالا دقیقم خاطرم میاد تو همون 40 روز بود یا بعد از 40 روز، این بعد از بازجویی شادی اجازه رو دادن. چون البته مامورین اون انفرادی پاسبان ها و اینا بودن، مال زمان شاه بودن، که خیلی هنوز به قول معروف با خوشونت هنوز یه خوشبینی های یه حالت اونجوری داشتن توی زندان قصر. از این دوران بازجویی که بگذریم و بخوام به مرحله چجور محاکمه شدم رسم، برگشتم انفرادی، طولی نکشید بنده رو بردن زندان اوین. تو مسیر زندان اوین که یه پیکانی بود خاطرم هست آوردن و ما رو بردن توی زندان، دم زندان شماره 3 که عرض کردم پدرم هم بود، روح شاد آقای اردشیر سیستانی رو سوار کردند. و او کسایی که بنده رو می‌بردند اوین، بعد آقای سیستانی هم سوار کردن که با هم بریم، پشت ما پیکان نشسته بودیم، یک دوتا از مامورین هم بودن جلو اینا بغل دست نشسته بودند اونجا، اونا فهم کردن ایشون پدر منه. گفتم با پدرت حرف نزن. گفتم سلامی هم نکنم. گفت خب سلام بکن. ما وقتی که آقای سیستانی اومدن فهمیدیم خب پدر ما نیست، آقای سیستانی است. ولی سلام میکردیم، ولی اون موقع آقای سیستانی روح شاد این عزیز البته نشناخت. خب نشسته بودیم و رفتیم تا دم زندان اوین. قبل از ورود به زندان اوین چشمم بهمون زدن و گفتن کلاتون بکنه زیر پشت صندلی برای اینکه موقعیت خودتون رو نبینید. ما رو بردن داخل زندان و به یک جایی و خلاصه تو شاید بنده چیز شعبه 8 جایی شاید بردند و اینها، و اونجا نشسته بودیم. آقای سیستانی شد یک قضایی به ما دادن، دیدم این دست آقای سیستانی میلرزید، رعشه داشت، مثل حالت پارکینسون اینا رعشه داشت و آبگوش داده بودن. خب بنده طبیعتا همراهشون بودم، آقای سیستانی قاشق گرفتم، این مقدار قضا دهنشون کردم و اینها، و اونجا نمیدونم چی شد صحبت که کردم، گفتم فهمی، گفت سینایی تو؟ گفتم آره سینا. و اونجا شناخت. و بعدش طولی نکشید بعد از این ما رو بردم به 325 که خب خیلی از احبا اونجا بودن که خیلیشون هم شهید شدن، مثل این آقای کامران لطفی، آقای زمانی و امثال. در مسیر که باره می بردن آقای سیستانی برگشت به بنده گفتش که سینا فکر میکنم ما رو میبرم بکشن. عرض کردم شما رو شاید بکشن، ولی من در خودم لیاقتی نمیبینم که منو بکشن. حقیقتا هم گفتم آقا، یعنی احساس نمیکردم منو بکشنم. رفتیم یادم میاد که قبل از ورود به بند اون کسایی که مسئول بند بودن شروع کردن به مجادله و به یه شکلی بحث بکنن. بنده خب پرهیز کردم از بحث و جدل با اونها، ولی جناب سیستانی جواب میدادن. از جمله میگفتن که نیا کن، من اسلام قبول نداشتم، من مسیحی ام، حسب حالا باعث شد من اسلام قبول کنم، من منکر اسلام. و این گذشت، ما داخل بند شدیم. اون دوران داخل بند بودیم که خب داستانش مفصله. طول بعد از یک مدتی بنده رفتم برای آوردن و گفتن که ببرن برای محاکمه. اگر که اجازه بدید وارد این میشیم که محاکمه هم چجور بود. وقتی که در بند آمدن صدا زدن، اون موقع وقتی که می آمدن صدا می زدن در زندان اوین، می آمدن می گفتن مثلا سینا حکیمان، یه بارگی می آمدن می گفتن وسایلت جمع کن، و طوری این رو می گفتند که شما دست و پاتو خیلی گم می کردی، به هیجان می آمدی، عصبی می شدی،
و نمیدونی، نمیگفتن کجا میبرنت، آزادت میکنن، اعدامت میکنن، انفرادی دارن میبرن، بازجویی دارن میبرن، محاکمه میبرن، اصلا هیچی نمیدونستی. بنده از قبل توی ذهن خودم میدونستم اگه بیا من داره صدا بکنن یک همچی برخوردی با هم خواهم کرد. با خودم تصمیم گرفته بودم که چجور با این قضیه برخورد کنم. گفتم اینا وقتی که صدا میکنن و من عصبی مثلا اگر باشم احتمالاً آرامشم از دست دادم، به کارا و خداحافظی و جمع جور کردن و وسایلم به خاطر عصبیت خیلی یعنی با زمان بیشتری میرسم چون عصبیم. ولی اگه بتونم وقتی که صدات میکنن 10 ثانیه هم شده به خودم آرامش بدم و اصلا مثل این که اصلا هیچ که صدات نکرده، شطور دیدی ندیدی، داد بزنه، زمین آسمون بیاره، من این 10 ثانیه به خودم استراحت میدم، ریلکس میکنم، فکرامو تنظیم میکنم، وسایلم کجاست جمع بکنم، دوستانم کجاست خداحافظی بکنم، بلند شم بعد از 10 ثانیه اون کارو یک پلان کردم انجام بدم، خداحافظیم بکنم برم. این خیلی سریعتنم رفتم و همین کارم کردم. به نتیجه تقریبا میتونم بگم خیلی راحت رفتم بیرون. وسایلم جمع کردم، وسایل زیادی هم خوشبختانه هیچ وقت دوست نداشتم وسایل زیاد داشته باشم، تو زندانم نداشتم. و هیچ چیزی بود و دو تا لباس زیری و فلان از این حرفا برداشتم و برای بچه‌ها بوسیدیم و خلاصه خداحافظ رفتیم. حالا کجا میریم نمیدونیم. متوجه شدیم که دارن ما رو میبرن زندان قصر و زیر دادستانی برای محاکمه. در ورود به زندان قصر فکر میکنم ما رو بنده یک شب خوابیدم، فرداش بردم برای محاکمه اگه اشتباه نکنم. و مجموعاً وقتی که رفتم، حالا اگه کم فکر بکنم حتی تعداد روزاش میتونم به حسابش برسم، یعنی بفهمم که چقدره، ولی باید یک کمی حسابات ریاضی ابجدی بکنم چون برایش کلماتی درست کرده بودم ولی الان تو حضور ذهن ندارم. به هر صورت به نظرم فرداش رفتم برای بازجویی، شبش هم به نظرم یکی از احبا تو اتاق خوابیدم با یکی از احبا بود به نظرم. و شاید در یک نوبت هم موقع تو همون زندان قصر که از احبا رو دیدم و احساس کردم یک کمی نگران، هم تو صحبت کردیم و باعث شد که یک کم آرامش این عزیزم پیدا کنن. وقتی که رفتم برای محاکمه دقیق خاطرم نیست واقعا مجموعه اتهامات چیه، ولی اتهامات از قبیل عضویت در این به تعبیر خودشون با توهین آمیز فرقه زاله که میگفتن و مثلا عضو فعال فرقه مثلا بهائیت و مخالفت با رژیم، این چاشنی ها همه را کم و بیش داشت. و یک نکته ای که حالا شاید در محاکمه باید مطرح بکنم الان خاطرم اومد، این بود که توی اون مجموعه اوراقی که از بنده برده بودند اوائل انقلاب بنده فکر کردم پذیرش بگیرم از دانشگاه های خارج. در 2 سری سعی کردم مکاتبه کنم، فکرم یه سریش هم نفرستادم و از جمله موقعیت خودم و کشورم با آزار و اذیت و اینها رو به طوری که به قول معروف با بود با همون تندی که بود مطرح کردم برای دانشگاه فارس که من در این چنین وضعیتی هستم، برای من پذیرش میفرستید نمیفرستید، میخوام بیام بیرون. و اوائل ازدواجم نکرده بودیم، اوائل انقلاب. این نامه از جمله بنده چیزی که خیلی اذیتم کرده بود اونها این دو عزیز معصومی رو در بیرجند زنده زنده سوزونده بودن بود. این رو بنده حتی در اون نامه نوشتم که حتی بهایی‌ها رو زنده می سوزونند.
در محاکمه بنده، حالا البته الان دارم میگم محاکمه، یک کمی تردید کردم که آیا این موضوع در محاکمه مطرح شد یا در بازجویی، ولی به هر حال مطرح بود. یکی از چیزایی که مطرح کردن اینی که تو فکر کنم شاید بازجویی بود، محاکمه نبود، ولی به هر صورت دقیق خاطرم نیست. تو کی گفت تو دروغ چرا به خودت بافتی؟ گفتم سوزوندن زنده، انکار کردند و کلن حاشا کردن که همچه اتفاقی افتاده. من دیدم گفتم که خب کاری نداره، میشه رفت اونجا و چک کرد و دید هست و اینا که دیگه، ولی کوتاه آمدن بعد از این حاشا و اینها دیگه کوتاه آمدن. ولی این چیزی بود که به قول معروف خیلی میسوزوندشون که حالا شما به عنوان یه دکتر برای مثلا 20-30 تا دانشگاه خارج نامه نوشتی به عنوان یه باهایی که پذیرش برای مثلا تخصص چیزی میخوای بگیری یا پلیسمنت چیزی به جایی میخوای بگیری و اعلان کردی که موقعیت مملکتت از جمله این هستی که زنده زنده هم میسوزونن. ولی منم این کار کرده بودم، حالا درست غلط اینا به هر صورتی دلم میخواست این کار بکنم کرده بودم، هرچند که ممکن متوجه بودم که ممکنه این جوابی نامرم اونا ندن، ولی این کار کرده بودم. به هر صورت در این محاکمه آقای نمیدونم حاکم شهرش یه آدم خوشتیپی بود، نمیدونم چرا یه لحظه به نظرم رسید که اسمش شاید ناظم زاده بوده، ناظم چی بوده، ولی همسرم شعله میتونه در این مورد کمک بکنه اسمو دقیق تر بگه شاید. این ایشون برای سوال جوابی کرد، چیز زیادی نداشت چون من چیزی پنهان نکرده بودم، خیلی محاکمه راحت و آسون انجام شد. وکیل هم نداشته؟ نه خیر، متداول نبود ابدا. این موضوع اون زمان جزء چیزایی بود که بقول جوک بود، اگه کسی میگه من وکیل میخوام اینا. آره این اینجوری نبود. به هر صورت گذشت و ما محاکمه، فقط از من پرسید که تو کار پزشکی حاضری تبابت بود؟ گفتم خدمت دستم برمیاد در زندان انجام میدم، که بعدم متوجه شدم که حکمم با کار 10 سال هست با کار تبابت در زندانه. و البته از اونجا بنده رو بردم به همون جایی که پدرم و عموم و اینا بودن و آقای فردوس شبرخ و فرید شبرخ دوستانم بودن و البته تعداد زیادی از احبای دیگه هم اونجا بودن، که این بنده دیگه حالا در حبسم شماره 3 زندان قصر، منتظر این هستم که حکم صادر بشه، حکم ابلاغ بشه و برم دوران محکومیتم بگذرم. هیچ تقاضایی نکردن که در حقیقت کتمان کنید که باهایی هستید یا بنویسید که باهایی نیستید؟ نه، به نظرم میرسه که خودشون میفهمیدن در این مورد لااقل آب تو هاون کوبیدن در اون مرحله لااقل. آره خیلی به خودشون این چیزو. خب چند سال از این حبس و بعد از اون که در زندان قصر مدتی بودم، به نظرم میرسه که بنده حالا تقریبا 128 روز اگه اشتباه نکنم از تاریخ دستگیری میگذره تا زمانی که وارد زندان قصر میشم اگه اشتباه نکنم. بله. و اون موقع تیششم تیر تقریبا 4 ماه بعدش، اصلا آبان و آذره. حالا مدتی طول کشید، فکر کنم آذر ماه بود، اوائل آذر ماه که حکم بنده که عرض کردم 10 سال حبس و کار تبابت در زندان بود آمد. تو بعد از اون حکم با یه سری اتهامات، البته حکم رفتیم و امضا کردیم و ولی حکم به بنده ندادند، ولی مواردی رو که نوشته بودن اجازه دادن دست نویس کنم.
که حالا اگه ازم باز بپرسید که دقیقا اونا چی بود نمیتونم دقیق بگم، ولی باز تو همون مقوله هایی بود که معمول بود که عضو فعال فرقه ازاله بهاییت و مثلا اسرائیل و بر علیه حکومت و از این حرفا که معمولشون بود اینو میزدن به همه، به خیلی ها میزدن را که به همه هم نمیزدن. بعد از مدت کوتاهی بنده رو حکمی که امضا کردم خواستند و بردند زندان قزلحصار. این دوران محکومیت بنده در حبس اول در چند زندان طی شد و میتونم به قول یکی از این دوستان اصفهانی وقتی که این حبس هم تعریف میکردم کجاها رفتم و اصفهانی بود، فرد بامزی بود، گفتش که پس شما بفرمایید که زندانی توریست بودید. بلنتیجه ممکنه فکر کنیم به خاطر احتیاج به تبابتتون بود که منتقلتون میگردن این بر اون بر؟ نه به نظرم نمیرسه، ولی هم پیش میامد. تو همین جا هم که خدمتون عرض کردم اگر ملاحظه فرمودید 4-5-6 جا جابجایی داشتم، اتاق به اتاق، بند به بند، ولی توی شهر تهران بود. برخورد زندانیان غیر بهایی با شما چجوری بود؟ مخصوصا به خاطر که خب شما دکتر اینو طبیب اینو اصولا فوق العاده است، احبا عزیز همزنجیرا و همزندانیای خودشونه. به ندرت اتفاق میفته که یعنی فوق العاده در اقلیت همون موقع بودن، همون موقع. حالا که مطمئنم هموطنهای ما خیلی خوشبینترن، ولی همون موقع هم به ندرت اتفاق میافتاد که چند تاشون ناجور باشن. حتی بعضی اوقات میدیدی که این مثلا محسن ساکسکسویر، ناصر طلا، فلان، بهمان، امثال هم اینا، حالا نمیگم اینها، با این القاب، افرادی با این القاب که اون لوتیا بودن و کلانترهای محلی بودن و این قرق میکردن اینا، مثلا می آمدن ممکن یه بارگی بیاد تو اتاق بلند میگه الله اکبر. یعنی اینجوری به چیز بود، یعنی واقعا احبا عزیز بود، چون میفهمیدن میدیدن، یعنی میدیدن که این اتهامات اینها نمیخونه، یه وصله ایه که جور در نمیاد بین پیران. ولی گاهی هم ممکن بود بینشون مثلا به قول خودشون آنتنی جاسوسی چیزی باشه که بخواد توطئه‌ای بکنه، گاهی هم در این بدین صورت یا تحریکاتی بکنه، ولی من باز هم معمولا تیرشو به سنگ میخورد و چیزی از بیشتر. البته ممکن در خیلی شب این موضوع نمیشه تعمیمش داد بخاطر که شهر به شهر، زندان به زندان، زمان به زمان، زندانبان به زندانبان، شرایط مختلف میتونه شکلهای مختلف داره و این تنوع خیلی متنوع میتونه باشه. به هر صورت بنده در مرحله طی این محکومیت خودم در آزادی فهرستوار اگه بخوام عرض بکنم، از زندان قصد بعد از اینکه حکمم 10 سال با کار تبابت در زندان که از زمان حکم حساب میشد، رفتم قزلحصار. مدت کوتاهی در بند بهایی ها بودم، چون حکمم با کار تبابت بود رفتم تو کار بهداری در قزلحصار. ولی به علت اینکه از حرفه تبابتم میخواستن سوء استفاده بکنن، یه مقداری ما کارمو با مشکل متاسفانه برخورد و بنده نمیتونستم اونجور، احساس کردم که میخوام من دستمال کلینکس بکنم برای به عنوان یه پزشک در زندان و این چیزی نبود که با طبیعت بنده سازگار باشه. این توضیح بده چون زودم دارید رد میشین، به چه معنا، چه جوری؟ وقتی که یک مریض میاد پیش شما به عنوان یه دکتر، شما موظف هستی تشخیص ده بذاری، امکانات درمانی که داری در اختیارش بذاری و کارهایی که لازم داره برای اون مریض باید بکنی. حالا زندانبان متوقع بود که شما وقتی که برای مریض میذاری محدود باش، ضربتی ببینیش. زندانبان
مقیدت میکرد نسخه‌ای که میخوای بنویسی اون مقدار دارویی که میخوای بنویسی ننویسی و هیچی هم به مریض نگی که زندانبانم اینو گفته. یعنی باز وجدان کاری شما اینجا. یعنی من قبول مسئولیت بکنم توی پوست اون من مسئولم. بنده البته دو تا زندان بود شماره یک و سه زندان قزلحصار کلش در واقع با حکم کار تبابت در زندان که داشتم کل این دو تا زندان مسئولش بودم. چند نفر بودن؟ آره اون حدود به نظرم میرسه که بحث چند هزار شاید میشد و بنده حاضر نبودم که یک کسی همچی کاری بخواد از بنده قابل قبول نبود و خیلی فکر میکردم. مدت ها میشد در بهداری زندان که شرایط کاری فوق العاده سختی بود اونش برام دردناک نبود، میتونستم بپذیرم، راه میرفتم فکر میکردم چون میدونستم که من باید مطیع باشم ولی دستمال همطور گرسیم کلینکس نمیتونم بشم، اصول اخلاقی نمیتونم زیر پام بذارم. که اواخر سال 67 آزاد شدم. در فاصله بین حبس اول تا حبس دوم که حدود 10 سال طول کشید طبیعتاً بنده بعد از آزادی باز می‌رفتم دنبال کار. قبلش خانمم سر کار بود در اصفهان ولی به علت اینکه بنده باز تعهد داشتم منظر شغلی خارج از مرکز باز کار بکنم تصمیم گرفتیم که بریم خارج از مرکز، این تعهدمون رو تموم بکنیم و شهر عوض رو در منطقه لارستان انتخاب کردیم. اونجا یکی دو سالی که کار کردیم یک زمینم مطب زدیم به صورت آزاد چون تعهدمون رو نمیتونستیم برای دولت انجام بدیم باز به علت اینکه بهایی بودیم و تعهد از طرف دانشگاه بود از طرف این وقت قضاییه نه طرف و از طرف دانشگاه شاید بشه بهتر گفت به خاطر اینکه پزشکا وقتی که فارغ التحصیل میشدن تعهد داشتن برای دولت و در جریان بحث حقوقی که خیلی سریع ازش رد شدیم از جمله موارد همین بود که بنده برم تعهدم انجام بدم اما چون باهایی بودن نمیپذیرفتم برای دولت کار کنم. یعنی یک محدودیتی گذاشتن برای کار کردن شما در بخش عمومی یا بخش دولتی به در این حال تعهدمونم لغو نمیکردن که بعد بتونیم آزاد بشیم بریم مطب بزنیم و این موضوعی شده بود که بنده روش کار حقوقی میکردم قبل از حبس اول. به هر صورت بعد از حبس اول در فاصله این 10 سال این امکان فراهم شد که بتونم تعهدم رو به یک شکلی انجام بدم در طی حدود 1-2 سال. میتونستم در عوض بمونم ولی یکی از همکاران پزشکم ایشون مایل نبود بنده اونجا بمونم به خاطر رقابت پزشکی و در نتیجه کاری که کرد مجبوراً بنده مجبور شدم از شهر عوض خارج بشم و چون تعهدم تموم شده بود و ایشونم به خاطر رقابت پزشکی عرض کردم امکان این که بنده در شهر بمونم و ادامه کار تبابت بدم ازم گرفت و مشترکاً با خانومم رفتیم به زاهدان برای ادامه کار و تبابت. در زاهدان که بودیم و یه مدتی کار کردیم و بعد از اون بنده منتقل شدم به خودم رفتم به شهر اصفهان برای باز ادامه کار. در همون شهر زاهدانم باز به عنوان یه پزشکی که به هر حال بهایی بود بهداری شهر زاهدان مشکلات ایجاد میکرد که به نتیجه رسیدیم که راحت تر بریم اصفهان. در اصفهان دیگه به صورت مطب خصوصی کار نمیکردیم، کشدار و مریض توی بیمارستان ها کار میکردم. در همون دوران یک مقدار فعالیت های امریم شکل گرفت به صورت کار همراه مؤسسه معارف عالی که بعداً مؤسسه معارف عالی امر
ادغام شد با بیایچی، یعنی دانشگاه زیرزمینی باهایی ها در ایران. بله، هم شاید بدونید که قبل از اون این دو تا دانشگاه بود و اون موقعی که بنده مسئول آموزش شدم، مسئول آموزش مؤسسه معارف عالی امر بودم. ولی بعد اینها یک مجموعه شد تحت عنوان همون بیایشی. یعنی اولیش واسه که مشخص بشه در مورد پژوهش و تحقیقات و تعلیم نصوص بهایی، اما دومیش تمام رشته هایی که علمی بود، علمی و ادبی رو در نظر. بله، اون موقع علت و این یک زمینه شد برای گرفتاری بنده در حبس دوم. در یکی دو سال آخر قبل از حبس دوم به عنوان مسئول آموزش معارف عالی امر در این مؤسسه ایده عدم تمرکز شکل گرفت، به خصوص سال آخر و یا حتی ماه‌های آخر قبل از گرفتاری. و معنی این حرف این بود که تا اون زمان مؤسسه معارف عالی امر همه چیز در مرکز تعیین می‌شد، مواد درسی، کسانی که تدریس می‌کردند و همون برنامه منتقل می‌شد به بخش‌های مختلف ایران، استان‌های مختلف. و ولی به این نتیجه رسیدیم که چرا نباید هر مجموعه در حد توان خودش یک مقدار استقلال عمل داشته باشه، به صورت غیر متمرکز کار بکنه و در این حال میزان آموزش حضوری خیلی پایین بود، چطوری میتونیم هر درس معارف عالی امر رو به صورت مقدار قابل ملاحظه، هر درسی رو لااقل 4-5-6 تا 10 ساعتی مثلا به صورت حضوری در بیاریم. در منطقه اصفهان که بنده مسئول آموزش مؤسسه بودم، با همکاری بقیه هیئت‌های مربوطه برنامه‌ریزی کردیم قبل از زندان و جدولی درست کردیم، معلمین و مدرسینش تعیین شد، به صورت خیلی تدوین شد و آیین‌نامه‌ش رو اینهاش شکل گرفت. و روزی که حالا وارد مرحله دوم که بنده چجوری دستگیر شدم برای حبس دوم میشیم، یک جلسه مشترک تشکیل دادیم از نمایندگان مناطق در همون محدوده اصفهان و نماینده تهران هم آمده بود، بنده هم در خدمتشون بودم. جلسه ای که نشسته بودیم و میخواستیم در واقع این برنامه ریزی رو پیاده بکنیم، پاسدارا میریزند و گوش تا گوش ما نشسته بودیم و بین دوستانی که اونجا بودیم 4 نفر رو از حدود شاید 20-20 خورده نفری که بودیم انتخاب میکنن، از جمله بنده، که ما رو دستگیر میکنند و بازداشت میکنند و میریم زندان. این تقریبا میشه 1377. این 1777. ده روز قبلش در حقیقت یک حمله کرده بودن 1777 به بیایچی و این مربوط مؤسسه معارف عالی امر بود در اصفهان که ما 4 نفر گرفتار شدیم. و به یک شکلی شاید بشه برداشت کرد که گرفتاری ما باعث شد که دیگه حملات بیشتری به بقیه نکنم، مثل که دیگه ارضا شده باشن از این که ما رو دستگیر کردن، دیگه بیش از این البته حمله کرده بودن به بیایچی ولی کامپیوتر رو اینها رو بردن سال 777، ولی دیگه زیاد کاری با اونها نداشتن و مسئولین حکومتی در رابطه با
این کار فعالیت آموزشی که در ایران میشد، حالا ما در چنگالش بودیم. بله. چهار نفر. مدتی البته بازداشت بودیم، بعد برای بازجویی رفتیم و بالاخره دادگاه. در دادگاهی که تشکیل شد ما چهار نفر، یه نفرمون 10 سال، دو نفر دوستان دیگه 7 سال و نفر چهارممون محکوم به 3 سال حبس شد. اما در اون زمان هرچند که ما وکیل نداشتیم و در حبس اول هم همونطوری که عرض کردم جوک بود اگر که کسی میگفت که وکیل داری یا نداری، ولی جامعه بهائی وارد یک جریانی شد که به صورت رسمی این موضوع رو به دادگاه بکشه با وکیل. در این رابطه هنوز روی کار ما در دادگاه نمیشد وکیلی بگیریم که در دادگاه حاضر بشه، اما تشکیلات بهائی لابد هدایت‌هایی رو هم می‌گرفتند به یک شکلی. تشکیلات که عرض می‌کنم منظور همون خادمین بود، چون تشکیلات رسمی بهائی که نداشتیم. از همون در اوائل همون حبس اول که فرصتی نشد صحبت بکنیم، یعنی تیر ماه 62 و بعد شهریور ماه، رسما جامعه بهائی تشکیلات تعطیل کرد که اون هم یک جوری ارتباط پیدا میکرد با گرفتاری ما در حبس اول و که به دنبال خودش گرفتاری دو نفر از اعضای محفل ملی بهائیان ایران رو، آقای بشیری و هدایتی رو آورده بود که منجر به این شد که غیرقانونی اعلام بکنه تشکیلات بهائی رو، و جامعه بهائی هم برای اعلان حسنیت خودش در سال 62 اعلان کرد که ما تشکیلات تعطیل میکنیم. ولی برای گذران امور جامعه خادمین در شهرهای مختلف کار میکردن و در این جریان حبس دوم که حالا ما در زندان بودیم، به در واقع تحت نظر خادمین اصفهان یک فرد بهایی که حسن بهایی زاده‌ای که یه مقدار حسنیت داشت و وکیل موفقی هم بود ولی به عنوان بهایی آنچنان سرشناس نبود و شناخته نمی‌شد، ایشون موافقت کرد که لایحه‌ای برای ما تنظیم بکنه. چون با از خانواده بهایی بود و آشنایی با مسائل بهایی، دیانت بهایی داشت، ما تونست که یه لایحه قابل قبول خوبی رو تنظیم بکنه. که البته من اون خود لایحه و دفاعی رو ندیدم، اما استنباط میکنم که لایحه تنظیم کرد ولی خودش در دادگاه حاضر نشد. علت اصلیش هم این بود که میتونه خطر داشت برای اون وکیل که بخواد در دادگاه ما حاضر بشه. در دادگاهی که تشکیل شد برای این بعد از محکومیت ما که مجموعاً شاید حدود حالا بعد از گرفتاری اینها حدود بیش از 1 سال میگذشت، ما 4 نفر تبرئه شدیم و محکومیتمون رو لغو کردن و در نتیجه آزاد شدیم بعد از 14 ماه و 14 روز از تاریخ 17/7/77. و البته در اون زمان یک سری جریان های در حاشیه داشت اتفاق می افتاد. زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی بود، ایشون حتی تا اونجا که بنده خاطرمه قرار بود که ایتالیا برن ولی سفر ایشون منوط شده بود به اینکه حسنیت نشون بدن و این گرفتاری ما 4 نفر رفع بشه و به نتیجه فکر میکنم پشت پرده جریان های زیادی بود که قابل مطالعه هست که منجر به این آزادی شد. در همون دوران خاطرم میاد که شاید یک کسایی زندان آمدن و زندانبان نگران بود اونها ما رو ببینند و یک جوری ما رو از این جا به اونجا میدیدیم دارن میبرن و که مبادا اون کسایی که آمدن شاید از خارج به ما دسترسی پیدا کنن، سوالی بکنن، ما هم حرفی که اونها دلشون نمیخواد
بزنی. و این مجموعه در اون دوران، البته حکم بنده که با 10 سال بود، به یک حبس خیلی معمولی بود، با کارت بابت هم نبود و معمولا مشکل زیادی هم تا اونجا که به خاطرم میاد به اون صورت در این دوران به وجود نمی‌آوردن جز همین که در زندان بودیم. اگر که سوالی هست که بفرمایید، والا میتونیم. دو تا مسئله، یکی این که آیا زندان، تو کدوم زندان بودی؟ ما زندان اصفهان، زندان دستگرد اصفهان بودیم و بازجویی انجام شد علاوه بر اون اولیه، بازپرسی اولیه و نحوه رفتارشون در اون مدت با شما و اون 3 نفر دیگه که لااقل با شما بودن. بله، خیلی تا اونجایی که خیلی روشن، البته تو ذهنم الان نمیاد، تقریبا اینها همه چیزو از خونه ما، مدارک اینها رو تا اونجایی که من میدونم برده بودن تمام، که چون به عنوان مسئول آموزش بنده یک مجموعه خط جدیدی گرفته بودم از تمام این کتب درسی آموزش معارف عالی عمد و اینها رو حتی جلد کرده بودم و تنظیم کرده بودم و همه اینها رو وقتی که بعد از گرفتاری ما میرن خونه اینا همه رو میبرن. مدارک مشخص بود که ما داریم چه کار میکنیم و بیشتر هم حالا اتهام اینها هم باز مرتبه شاید در مسیر این که مثل مخالفت با جمهوری اسلامی و تو این مایه ها فکر میکنم اتهاماتی که به ما میزدند و بعدش هم دادگاهی هم که رفتیم یه حاکم شهر یکی از روحانیون بودند، ایشون تا اونجای خاطرم میاد خیلی سوال جواب زیادی هم نمی کردن، مثل که از قبل حکم نوشته شده بود و ما رفتیم دادگاه و حکم دادن و ضرب و شتمی هم نبود. ضرب و شتمی هم نبود، ولی وقتی که حکم دادن، نکته جالبی که شاید بتونم اینجا عرض بکنم، ما با وارد اصل زندان شدیم که آقای زنجیری و آقای توتیان افرادی بودند که مسئول این زندان بودند و رئیس مدیر کل زندان یکیشون بودی که رئیس زندان بود، آقای توتیان رئیس بودند. اینها به یکی از بچه های ما که اونها رد می شدن، اون شنیده بود که مثلا آقای توتیان داشت با یکی دیگه میگفت این باهایار ببین که اینا به اینا حبس دادن و با یک حالتی که یعنی چه بینا حبس میدن به زندانشون میکنن، با یه حالت اینجوری گفت این باهایی ها اگه بهشون بگی، همون مثلا سالان بود، این موزاییک رو بگیر یک کم پاتی ای بر نزار و او بر نزار، همینطور تا ته سالان برو یه جوری راه میره که این همین موزاییک تا ته میره. اینایی که اینقدر مطیع قانونن و قانونمند هستن، نگاه کن میان اینا 10 سال و 7 سال و 7 سال و 3 سال از این حرفا حکم میدن و براش خیلی در حقیقت این نحوه حکم دادن اینها غیر قابل قبول و با یک حسنیتی به بهایا نگاه میکرد و این رو براش، با اینکه رئیس زندانم بود. نکته دیگه شاید یکی از جوانهایی بود که موقع مسئول زندان بود، همسرم که میامد زندان خیلی همکاری میکرد چون یه دوست باهایی داشت و ملاقات و اینها میداد، ملاقات حضوری میداد و در مواردی بود که خب خیلی از اوقات ما میرفتیم زندانی ها ملاقات میکردن. یکی از دوست ها که 3 سال داشت، به علت کسالتی که داشت اون زودتر بیرون رفت و بعدن که به دادگاه آمد
تجدید دادگاه تجدید نظر آزاد شدیم همه با هم، ولی اون از قبلش در حقیقت به علت کسالتش خارج از زندان زندگی میکرد، یعنی آزاد شده بود برای اینکه بتونه بیرون باشه، و اون هم شاید مربوط به همون مسائل سیاسی بود که عرض کردم. دولت سعی داشت که ثابت بکنه نسبت به بهائی‌ها حسن رفتار داره، برای اینکه آقای خاتمی به نظر می‌رسید یا حکومت به یه شکلی در تحت فشارهای بین‌المللی بود. خب حبس سوم رو بگید، چقدر فاصله بود؟ و حبس سوم ما اتفاقی که شاید قفس بین حبس اول و دوم افتاد این بود که ما 6 ماه آمدیم انگلستان و در حقیقت به یک شکلی جمهوری اسلامی در اون دوران خونه ما رو بین حبس اول و دوم مصادره کرد و ما وسائلمون رو ریخت بیرون. بعد باعث شد که ما بریم یک جای دیگه زندگی بکنیم، و موضوع این که این خونه چجوری گرفتار شد، این خودش بنده به همین صورت فهرستوار ازش میگذرم. چه سالی مصادره کرده؟ این ما سفر اولمون به انگلستان اواخر سال 1994 بود. بله، 6 ماه انگلستان بودیم، چون پدر مادر خانم هم انگلیس بودن و البته فوق‌العاده مایل بودن که ما بتونیم بریم به دیدارشون، که یکی از کارهای حقوقی که بنده میکردم این بود که حرفم این بود که چرا پاسپورت نمیدید. وقتی که خونه رو مصادره کردن به یک شکلی آمدن به من گفتن، در واقع به یک شکلی گفتن تو بیا برو از این مملکت. اصلا به نظر میرسید که خیلی حکومت خوشش نمیاد که بنده تو ایران باشم حقیقتش، و به هم رسوندن که تو اگه بری اقدام بکنی حالا پاسپورت بگیری بهت پاسپورت میدیم، و ما هم اقدام که کردیم برای پاسپورت گرفتن و این خونه رو هم گرفتن، ما تونستیم همون دورانی که این خونه رو گرفتم به فاصله خیلی کمی تونستیم برای یک 6 ماهی بریم انگلستان رو برگردیم، همون اوان که خونه رو میگرفتن. و حتی فکر میکنم اون موقع ما رفته بودیم ویزامونو بگیریم از انگلستان، که وقتی برمیگشتیم یعنی تهران بودیم که خبر رسید که ریختن تو خونه و همه چیز مهرموم کردن، حتی ماشینم تو خونه بود و سالون تو خونه بود، و ما آمدیم. دلیل این در واقع مصادره کردن خونه چی بود؟ بله، چون بله، این خونه به عنوان جهازیه توسط پدر و مادر خانمم، پدر خانمم به خانمم هبه شده بود و هبه نامه هم داشت. اونها این مطلب رو قبول نکردند و میگفتن این چون پدر و مادر خانمت خارج هست این مال شما نیست. بار اول که آمدن این رو بگیرند، حالا باز سعی میکنم مختصر عرض بکنم، خانم هم فوری رفت دادستانی انقلاب و اونها رو با اینکه وسایل تو کوچه ریخته بودند وسط کار متوقف کرد و وسایل دوباره برگردوند تو خونه. خونه مصادره نشد، ما تو خونه ساکن بود. اون زمانی بود که به بنده رسوندن که تو چرا تو از این مملکت بیای بری پاسپورت جور میشه. ما اقدام کردیم برای پاسپورت و جور شد. داشتی رفتیم تهران ویزا بگیریم، خبر شدیم تو این فاصله ریختن خونه، این دفعه محرومم کردن و همه چیز رو. و وقتی که برگشتیم در حقیقت دیگه بنده نه خونه داشتم نه وسایل داشتم، یعنی واقعا اون موقع بود که از نظر روانی کاملا احساس کردم که بی خانمانی یعنی چی.
و خیلی تجربه جالبی بود برام، چون وقتی که اتفاق نیفته آدم نمیدونه این حالش چیه. همه هم حالا محبت دارن، خواهرت، قومت، خویشت، میگن بیا خونه ما، بیا خونه ما، ولی شما بی خانمانی و احساس جالبی نیست. چون احساس ممکنه قبلا خونه خواهرت میرفتی یه جور دیگه میرفتی، ولی حالا داری به عنوان یه بی خانمان میری خونه خواهرت یا بقیه دوستان. خیلی هم احترام داشتن، یعنی اصلا میتونم بگم که به جرأت با تمام وجودشون میخواستن چیز بکنن، ولی حسی که خودت میکنی یه حس خاص بی خانمانیه. و بعد البته رفتیم وسائل رو گرفتیم و قبول کردن، در باز کردن و ماشین و وسائلنا رو برداشتیم و یه خونه کرایه کردیم و رفتیم اونا ریختیم اونجا و خلاصه. ولی بعد از مدتی اون خونه وسائلمون گذاشتیم رفتیم برای 6 ماهی که آمدیم انگلیس و بعد از 6 ماه البته برگشتیم ایران. در بازگشت به ایران در اون سفر اول که سال 1995 میشد که این باز ما برگشتیم، بین حبس اول و دوم هست، اونجا یه مقداری شاید به نظرم میرسید که خیلی خوششون نبود چرا ما برگشتیم، یعنی انتظار داشتن که ما که رفتیم دیگه بر نگردیم، ولی قرار رسمی ما البته این نبود. و بعد از 1-2 سال بود که این حبس دوم شروع شد. این اتفاقی بود که ضمناً بین حبس اول و دوم افتاد و این سال 95 که برگشتیم. البته بنده هر وقت این مسافرت ها رو میکردم فهم میکردم چه چیزی سوغاتی برای ایران ببرم. یادم میاد که اون موقع دو تا داکیومنت این رفاه عالم انسانی و نقطه عطف همه ملل رو بردیم که بچه های ایران روش مطالعه و اینها بکنن. به هر حال در جریان حبس دوم رسیدیم به اونجا که ما تبرئه شدیم و آزاد شدیم. بین حبس دوم 77 ما باز دو مرتبه یه سفری داشتیم، ضمن اینکه بعد از آزادی از حبس حالا این فراز و نشیب ها از نظر کاری خب خیلی صدمه میزد در حقیقت، هم از نظر به عنوان یه پزشک و هم از نظر اقتصادی تجربه و دانش پزشکیمون خیلی زنگ زده شده بود خود بنده، و از نظر اقتصادی هم وقتی مطب خصوصی میخوای بزنی و ببندی و باز کنی و ببندی و باز کنی، در حقیقت ما با اینکه بچه نداشتیم و دو تا پزشک هم بودیم با سختی کرای خونه و مطبمون در میامد. و این به یه شکلی بود که از نظر اقتصادی و روانی و اجتماعی و تحصیلی و اینها، این همون شاید مفهوم این بود که افراد بهایی رو به ظاهر اون حالت نسل‌کشی نمی کنند، ولی به یک شکلی لاغر در زندگی خود ما مشخص بود که این رو کاملا برنامه ریزی شده به یک میتونم بگم پیاده میکنن، چون هر دریری که میزدیم میدیدیم یک جوری مانع هست. و حتی اگر که تبابت میخواستیم بکنیم، قراردادی که برای بیمه با ما میبستند محدودش میکردن چون باهایی بودیم. داروخانه‌ای که میخواست نسخه مریض ما رو بپیچه یه جوری میدونست باهایی هستیم، مشکل ایجاد میکرد، بدگویی ممکن بود میکرد. و به هر صورت سعی میکردند که عرصه رو تنگ بکنند. در این فاصله ما آمدیم انگلیس. این سفر ما باز ویزا گرفتیم، در انگلیس هم بودیم، ویزا گرفتیم برای امریکا. و در این اسفاری که می آمدیم دوستان بهایی ما اطلاع زیادی از اوضاع بهایی ها در ایران نداشتند، مثل این سفر سوم که آمدیم ابدا نبود. به نتیجه در خیلی از جلسات حضور به هم می رسوندیم و دوستان جمع می شدند و شرح ماوقع رو در ایران بر بهایی ها چه می گذره رو می دادیم.
در سفر دوم هم یه مقدار قابل ملاحظه این سفرها رو به جاهای مختلف انگلستان داشتیم و در این کنفرانس ها و جلسات شرکت میکردیم، شرح حال میدادیم. یه مقدار خیلی بیشتری در حدود 25-30 ایالت در طول 6 ماه ما مسافرت کردیم و بهایی های رو دیدیم. جمهوری اسلامی به نظر بنده میدونست که ما در خارج از ایران داریم چه کارا میکنیم و چی میگیم، چون خیلی هیچ چیزی نبود که نتونه بفهمه، به راحتی میتونست اینا رو لااقل تا یه حدودی میدونست. و در این همون دورانی بود که بنده با این جریان ایده مؤسسه آموزشی آشنا شدم و فعالیت های اون موقع 4 تا نبود، 3 تا بود به نظرم، جلسات دعا و کلاس های اطفال و به حضور ترس کنم که این گروه های مطالعه. و این چیزی بود که جامعه بهای ایران ازش بی اطلاع بود. به نتیجه وقتی که آمدیم به سفر در سال 2000 و 2001، ما تقریبا شهریورش به نظرم آمدیم 2000 و شهریور 2001، قبل از اون که اون جریان سپتامبر اتفاق بیفته، 11 سپتامبر 2001 ما دیگه برگشته بودیم ایران و مجموعا 6 ماهی در انگلستان بودیم و 6 ماه بینش در امریکا. در این سفر بنده به عنوان سوغاتی فکر کردم این برنامه‌ای که در خارج از ایران هست، ایران ازش بی اطلاع، بهایی ایران بی اطلاع هستن، اینو به عنوان یک در کلاس‌ها شرکت بکنم و ببینم که در اینجا داره چجوری فعالیت میشه و با این برم ایران به جامعه بهایی ایران، به بچه‌ها که میشینیم بگم که چه خبر، بگم که در خارج از ایران این برنامه‌ای که بعداً حالا اصطلاحاً جامعه سازی و اینها شکل گرفته. علت اینکه صحبت میکنم به خاطر اینکه در دستگیری بنده اینا آمد تو پرونده. یعنی اگر که حبس اول یه مقداری عضو فعال بودیم و لاسبیلی فعالیت حقوق بشریمون رو توی حکم بنده مطرح کردن و یا در حبس دوم مسئله مؤسسه معارف عالی بود، حبس سوم مربوط میشد به این فعالیت روحی اینستیتیوت، مؤسسه روحی. وقتی که وارد ایران شدیم طبیعتا شروع کردیم تو صحبت ها که در خارج از ایران این مطلب هست که برای یک این بنیاد اخلاقی و روحانی جامعه باید گذاشته بشه، رو اون فعالیت اقتصاد اجتماعی سوار میشه و این جامعه برنامه باهایی در این روند برنامه این داره که کامیونیتی هایی که رشد کردن رو در عمل به وجود بیاره و نشون بده که این کار، این راهی هستش که میتونه دنیا به قول معروف ملکوت خدا رو بیاره رو زمین. یاران ایران وقتی که دیدن ما در جلسات همینطور خصوصی خودمون با دوست آشنا شیراز، اصفهان، اینجا و اونجا داریم صحبت اینجوری میکنیم، از بنده خواستن که این حرفایی که تو میزنی رو چی هست برای ما بنویس. خب بندم چون میخواستم یه سوغاتی ببرم خیلی خوشحال بودم که این کار رو بکنم. خاطرم میاد که مفصل تا اونجایی که برداشتی که از این کرده بودم با مطالعات در عمل و حتی شرکت در کلاس های دوره ببینم در انگلستان که دوستی داشتیم، به صورت استثنایی میدونست ایران برمیگردم، این امکان رو فراهم کرد که یک آموزشی ببینم در این مطرح کردیم. و خاطرم میاد که عید نوروز همون سال بیت العدل اعظم در جواب یاران ایران خیلی تشویق آمیز از اینکه یا اونها متوجه این فعالیت شدن در خارج از ایران و میخوان در ایران این رو پیاده کنند استقبال کردن. بعد از این گزارش که یاران متوجه شده بودن، ظاهرا از به معهد اعلی فرمودن یه همچی چیزیه و ما هم مایلیم در این کار رو بکنیم و این مورد تایید و
تشویق بیت العظم قرار گرفت. ولی به علت شرایط مملکتی ایجاب نمی کرد که این مؤسسه به اون صورت مؤسسه آموزشی روحی یک چیز تجدید معلوماتی نیست، یک ابزار برای خدمته. و ولی اونها اسمش رو به صورت طرح فضائل گذاشتن، نه روحی اینستیتیوت. و یک دو سالی به این صورت بود و بنده هم میدونستم که این مؤسسه طرح فضائل تنها نیست، این مؤسسه روحی اینستیتیوت در واقع ابزار برای تغییر و تحول هست با همون مشخصه هایی که داره. به نظر بنده در این کش و قوس و یک و دو سال به صورت شاید بشه اصطلاح موش و گربه بازی رو مطرح کرد، جامعه سعی میکرده به صورت خیلی گسترده افراد بهایی سری، شاید چند ده هزار نفر در ایران، این کورس دوره روح اینستیتوت تموم بکنن و تموم هم کردند. ولی نه تحت عنوان اینکه حالا روح اینستیتوت فرض کنید این یک کلاس اطفال باید تشکیل بدن که درش به روی همه بازه، از جمله فقط مربوط به بهایی ها نیست، یا دوشنالش درش به روی همه بازه فقط مال بهایی ها نیست. بنده میدونستم که این موقته، چون به طلب اعظم اجازه نمیدن که این روحی اینستیتوت اون هدف اصلیش مسخ بشه. ولی حالا کوتاه مدت شاید اجازه دادن بنا به حکمت هایی که به این صورت این کار در بیاد. خب با توجه به این روحیه و برداشتی که خودم شخصا از این موضوع داشتم سکوت کردم تا ببینم که این چه روالی پیدا میکنه، کی و چه موقع میرسه به اون چیزی که ماهیت روحی اینستیتوت هست و کاری که باید انجام بده، رسالتش انجام بده. این کش و قوس باعث شد که یه مقداری طرز فکر و روشنگری بنده روی این موضوع، بالاخره گاهی توی جلسات و ضیافات و اینها که می نشستیم مطالب رو بنده عرض می کردم، این یه مقداری مثل این بود که در حقیقت یه چیزی که سرپوش گذاشتی داری بازش میکنی. و شبی که بنده گرفتار شدم به این صورت بود که ما یه جلسه دعا داشتیم، یه فرد غیر بهایی، حتی برای اینکه به هر کتابیه که وقتی شما میخونید باید یاد بگیرید که دووشنال تشکیل بدید، اون فردی که محب بود و شاید اونم تسجیل شده بود یا نشده بود، او تسجیل که نداشتیم ولی اون داشت جلسه دعا را اداره میکرد که از اطلاعات ریخت. و این منجر به دستگیری بنده در حبس سوم شد. یه تعدادی از دوستانی که در اونجا بودند که غیر بهایی ها هم تو این جلسه دعا بودند، تعداد از جمله خانمم رو هم گرفتند، ولی تقریبا خانمم تا نصف شب سر صبحی بازجویی پس داد. و چند نفر فقط شما گرفتید؟ نه خیر، چند فکر میکنم حدود خانم هم گرفتن، بنده که تو خونه ما تشکیل میشد صابخونه هم بودیم، و چند نفر دو سه نفر دیگر هم گرفتن، ولی اونها رو آزاد کردند، بنده رو نگه داشتند، رفتم دادگاه. چه سالی بود یا ما اگر بله این قضیه اگر اشتباه نکنم بعد از اون سالی بود که این پیام بیت العدل در مورد احیای ایران آمده بود دست خط بیت العدل، و شاید مثلا 2003 و اینا بود، 2003 یا 2004، حالا بعدم باید اصلاح بشه اگر اشتباه باشه. و بنده با یک روز فاصله رفتم دادگاه، ولی این دفعه حکم حبس به بنده ندادند،
اما به قید ضمانت آزاد کردند. و این حبس یکی دو روزه که آزاد شدیم، بنده یه مقالاتی هم در اون دوران نوشته بودم. پابلیشد یا پخش شده بود یا فقط بسید؟ نه، یک سخنرانی قرار بود داشته باشم در مورد تحلیل تاریخ ایران از زاویه اینکه در واقع تحلیل تاریخ امر در ایران در دوران بعد از انقلاب ما چه مراحلی رو گذرانده بودیم. و اونو به یک مراحل بنده به زعم خودم تقسیم بندی کرده بودم که این چجوری داره طی میشه. فرض کنید به یک چند مرحله، 10 سال اول و 10 سال دوم و 5 سال بعدش و اینها، که یه مقدار ارتباط میکرد با تغییر مثلا حکومت و موقعیتی که جامعه بهایی داشت و امثال هم. و این تحلیل تاریخ تقریبا بعد قرار بود یه سخنرانی در شیراز داشته باشم در این مورد، و یه به صورت هنوز نوشته نشده در چند جا در تهران داشتم. و این اطلاعات خبر شده بود و به یه شکلی فهمیده بود که این سخنرانی هست، و ظاهرا تو خونه ما کنترل شاید بودیم. یعنی استراق سم و اینها بعید نیست که داشتون رو قرائن بعد نشون داد که خونه ما حتی شنود داشت، و حتی خیلی از احبا و خادمین احساس میکردن که بقیه احبا تو خونه ما نیان بهتره، چون جای امنی نیست. ولی مجموعاً هم بنده یه روحی نداشتم که خیلی بخوام خودم رو استتار بکنم، برام راحت نبود اصلا اینجور زندگی کردن. اون وقت این مقاله رو اطلاعات بفهمیده بود این سخنرانی چیه، و یه سخنرانی دیگه هم در مورد احیای ایران داشتم که اونو باز به صورت نوشته بودم که اصلا چرا بیت العظم میفهمن احیای ایران، یعنی یه موقعی زنده بوده بعد مرده، حالا شما باید ریساسیتیتش بکنی، و این مردن یعنی چی؟ و این مردن چه ربطی داره با وضعیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و فکری و اینهای ایران امروز ما؟ این مرگ یعنی چی؟ یعنی در حال مردن یعنی چی که حالا شما باید اینو زندش بکنی؟ یه بحث اینجوری بود. به هر صورت این مقاله رو از یک شهر دیگه در شمال ایران یاران اطلاعات به خادمین اونجا گفته بود و اونها به یاران ایران گفتن و یاران ایران به شیراز، و که فلانی میخواد بیاد سخنرانی بکنه این چیه، و این سخنرانی تصمیم گرفته شد انجام نشه. وقتی که خونه ما ریختن، البته این متن رو بردن که حتی توش یه پرسشنامه بنده یه موقعی در همین رابطه تنظیم کرده بودم که معتقد بودم احبای ایران مظلومیت رو و حلاوت مظلومیت رو قبول دارن، ولی اینکه نفهمند چی به سرشون بیاد این چیز قابل قبولی نیست. و بر اساس مثلا منشور حقوق بشر پرسشنامه‌ای تنظیم کرده بودم یا با تصورات خودم که تقسیم بندی بشه حقوقی که یه انسان داره و زیر مجموعه های او. که شما فرض کنید اینو به صورت پرسشنامه به احبای ایران بدن، هر کسی تیک بزنه که کدومش صرف شده، و خیلی راحت اونجا میتونست همه بفهمن که در واقع حق و حقوقش به عنوان یه ایرانی در ایران 15-20-30 تاش داره، خیلی راحت تقدیم میشه. ولی ما عادت کردیم مثل که طبیعیه، در حالی غیر طبیعیه، که البته این هیچ وقت تصویب نشد که انجام بشه. ولی خب به نظر بنده احبا کم و بیش داشتن میفهمیدن بیشتر و بیشتر، و به هر صورت بعد از اینکه ما از این حبس آزاد شدیم، دوره بعدی از اون زمان حبس هست که ما برای سفر سوم آمدیم. بنده آمدم برای سفر سوم به انگلستان که دیگه برنگشتم.
یعنی آخرین دفعه که شما ایران بودید؟ آخرین من دفعه که من در ایران بودم اپریل یعنی 22 روز دوم فکر کنم عید رضوان بود 22 اپریل 2005 ایران بودیم ما برای یه ویزا گرفتیم برای یه سفر 6 ماهه که باز برای بار سوم مشترکاً بیایم انگلستان برای دیدن پدر و مادر خانومم و برگردیم بعد از این حبس سوم بار سوم بنده میام البته بینش خانومم یه دوبار دیگه آمده بودن ولی تنهایی آمده بودن به انگلستان وقتی که آمدم انگلستان البته این همون زمانی بود که اون مقالات رو برده بودن احیای ایران رو برده بودن خودم یه احساسی داشتم و همون دورانی بود که آقای احمدی نژاد آمدن سر کار در این فاصله ای که بنده انگلستان بودم خودم یه احساسی داشتم که همچین به هر حال یه چیزی دور سرم میگرده ولی به هر حال تصمیم خودم این بود که من آمدم اینجا مگر اون که حالا یه جور دیگه ای بخواد بشه من دارم برمیگردم هفته ای که بلیط هم گرفته بودیم برای اینکه برگردیم به فرودگاه هیترو و ایران یک هفته قبلش تلفن زدند که تو حکم دستگیریت در فرودگاه هست بر نکرد وقتی که یکی از اقواممون بنا به درخواست خادمین این تلفن رو به بنده زد خب غیر منتظره نبود ولی برای بنده یه مقدار این سوال شد که یه بارگی احساس کردم خب خیلی کسی برای من این تصمیم بخواد بگیره خیلی تصمیم شدیدی رو گرفته و احترام به اراده من نذاشته که من خودم باید تصمیم بگیرم یه تصمیم نیست که کسی برای من بگیره چجوری میشه کسی این تصمیم بگیره ولی به هر حال از اون حالت شوک اولیه که بعد از یه چند روزی خارج شدیم و اینها و بعد از مشورت ها و تماس های با محفل ملی بهائیان انگلستان و تماس های دیگه ای که شاید با همون ایران داشتیم و خادمین و بعد اونها طول کشید با یاران ایران و بعدش به یک شکل بیت العدل اعظم اینها بنده دیگه احساس کردم که این برگشت یه برگشت مثل این کسایی که میرن کاره انتحاری میکنند احساس جالبی نداشت برام دیگه یه اون حالت ضمن این که میدونستم که استقامت در ایران چه ارزشی داره و یه تو خب چیز خاصی هست این رو نمیپذیرفتم شاید باید یه مطلب دیگه رو هم عرض بکنم و اون این رو هستش که وقتی که در ایران بودم و در رابطه مسائل حقوقی و اینها کار میکردم احساس کرده بودم که این در واقع به یه مرز اشباع رسیده کاری که به عنوان یه فرد بنده کردم و حتی در به یه شکلی احساس میکردم که اگر قرار هست بنده محروم بشم حالا این خیلی جنبه دیگه احساسی و روحانی داره شاید تاریخیش خیلی ارزش در خودش چیزی نداره ولی احساسه در راز و نیاز و تمام چیز خودم به این رسیدم که حتی اگر پیشرفت هم منوط به این هستش که بنده در ایران هم نباشم و دیگرون این کار رو بکنن حاضرم این اتفاق بیفته و عملا هم اینجور شد به نتیجه با وجودی که هنوز از نظر روحی و اینها تو برزخ بودم که ایران باشم نباشم و میخواستم باشم ولی به تدریج به این نتیجه رسیدم که صلاح اینه و الانم فکر میکنم که اون کار به صورت فردی یه دوره‌ای داشت و تمام شد و بس بود و کافی بود میباس وارد یه مرحله دیگه باشه نمیباس بیش از این روی یک فرد خیلی متمرکز باشه
چون کار بزرگتر از این بود که یک فرد اینجا بخواد تابلو بشه. ولی و الان خوشبختانه در ایران بین جامعه باهایی کسانی که فعالیت‌های حقوق بشری میکنن، شاید به صورت فردیشون نمیکنن، به صورت مدافعین حقوق بشر هستند که در یک برای کل انجام میدن، شاید میباس وارد این مرحله بشه و الان این کار داره انجام میشه که از اون موقع دیگه ما وارد دیگه بنده انگلستان هستم و بعدش هم پناهندگی و در بله چیزی که همیشه خودم فکر میکردم که ما میتونستیم ایران کار بکنیم، خدمت بکنیم و ولی حتی همونطور که عرض کردم مشکل میتونستیم امرار معاش بکنیم، ولی در انگلستان در سن خیلی بالاتری توی دهه 50 دوتاییمون تونستیم امتحاناتمون رو بدیم و شماره نظام پزشکیمون رو بگیریم، مشغول کار بشیم و در مجموع هم بنظر کافی خیلی مرفه زندگی بکنیم، در حالی که در سن جوانیمون با هوش و استعداد شاید بیشتر و اینها جمهوری اسلامی این امکان رو برای یه شهروندی که میتونست خیلی مفید باشه فراهم نکرد. الان شما انگلیسی چی کار میکنید؟ بنده کار روان پزشکی میکنم و خانمم کار درماتولوژیست. مرسی. پس من میدونم که علاوه بر مشقاتی که شما کشید و حبس 3 دفعه و مسائل در واقع تبعید در بسیاری از موارد و حتی حرفتون رو یک جوری سعی کردن کنترل کنن یا دقیقاً ازتون بگیرن، علاوه بر اون از خانوادتون هم چند تا از اعضای خانوادتون هم رو کشتن، مشخصاً عمو رو من فکر کنم. آره اگر بخوام در مورد خانوادم فهرستوار بگم که چه اتفاقاتی افتاده. آره اگه فهرستوار بگیم که آره یکی از عموها به نام جلال حکیمان، ایشون قبل از حبس اول بنده دستگیر میشند و بعد از دستگیری ایشون به همراه ایشون یکی از عموهای دیگه که خیلی دور بعدترها آمدن امریکا و فوت کردن به نام عنایت الله حکیمان در حبس بودن، ولی جلال حکیمان بعد از یکی 2 سال حبس اعدام میشن به همراه آقای سهیل صفایی که در رابطه با پرونده ایشون بود و فرد دیگری هم که الان در امریکا هست که برادر زن عنایت الله حکیمان هست به نام آقای رشید گشتاس، ایشون هم در اون پرونده بودن 4 نفری، ولی 2 نفرشون اعدام میشن. پدر و مادرم زندانی کشیدن؟ پدر بنده زمانی که بنده رفتم حبس همزمان پدرم هم در حبس اول دستگیر میشه و شاید گفتم اونجا که خواهرام و خانم من بودن که اونها تقریبا شبه گروگان گرفته شده بودن تا بنده خودم معرفی کنم، اونها آزاد شدن ولی پدرم در حبس موند که 3 سال حبس بهشون دادن با مصادره، با قطع حقوق بازنشستگی و بازپرداخت کلیه حقوق دریافتی 37 سال کار برای دولت که البته این حقوق دریافتی 37 ساله رو پس دادن. یکی از عموهای دیگه در کرمان بودن به نام رحمت الله حکیمان که ایشون عضو محفل کرمان بودند و تحویلدار صندوق محفل بودند و ایشون از تهران که میرن برای کرمان و بازجویی اینها به نظر میسه شکنجه های خیلی ناجور رو تحمل میکنن و بعد از این شکنجه در همون روز یا بعد که میبرنشون تو سلول خودشون ایشون فوت میکنند و مادرم در حبس بودند که همراه یه تعدادی از اعضا محفل روحانی زاهدان و قدسیه مظفر نژاد حکیمان و ایشون زمانی که حبس بودن اون موقع بود که بنده هم
در زندان بودم، حبس اول در زندان قزلحصار، حکمم داده بودن تو زندان قزلحصار بودم. حدود سالش فکر کنم 1364 و اینها میشد. و طول مدتی که مادر در حبس بودند شاید خیلی طولانی نبوده باشه، به چند ماه باشه، ولی دقیقش الان نمیدونم.